بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز دوشنبه هفتم ماه نوامبر سال 2016 میلادی و فردا اینجا قوغایی هست، صحرای کربلا میشه، روز انتخابات و نمیدونم، بعضی ها میگن بین بد و بدتر، ولی بین دو تا بدتر است که باید انتخاب کنیم و به همین جهت بنده تصمیم گرفتم که رأی ندم و شما آزاد هستید، میخوای بده میخوای نده. و اما امروز 17 آبان ماه 1395 است. اول از هر چیز اجازه بدید که از آقای حسن غذایی تشکر کنم و اگر منتظر تلفن من هستن، آقای غذایی عزیز، شما باید برنامه من رو نگاه کنید، بعد قرار بذاریم با هم، بعد با هم صحبت کن. و شما وقتی زنگ میزنی اگه میخوای من اون نوار رو پخش کنم، دیگه چیزای نمیدونم دنبال کار خودم بودم و کارهای مادرم رو درست کردم و اینها رو، شما چون برنامه قرار برنامه خبری باشه اونا رو لازم نیست بگی. یه آقایی بود از آلمان برای ما پیام میذاشت، برنامه میذاشت، خیلی جالب زنگ میزد، اصلا لازم نیست حتی به من سلام کنید، دوست داشتید به همه سلام میکنید، سلام به بینندگان و شنوندگان، چون منم جزو بینندگان و شنوندگان شما میشم. برنامه امروز رو با خلاصه ای از خبرها آغاز میکنیم، همین، خیلی ساده. تعارف رو باید کنار بذاریم، ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. و اما اجازه بدید من یک عذرخواهیم از آقای سهراب چمنارا به اصطلاح انجام بدم که ما دیروز اینجا مشغول، بذارید من اینو براتون بیارم اینجا، دوستانی که این زیر رو خالی میبینن براشون این خبرها رو به اصطلاح پخش کنیم. اینم بذاریم رو صفر که صدای ازش پخش نشه، اینم بذاریم روی لوب. لوب یعنی دور زدن. خب بچرخ تا بچرخیم، حالا اینجوری یه چیزی هم میچرخه، شما لازم نیست من رو فقط اینجا ببینین، روزنامه های ایران رو میبینید. اول از هر چیز، ساعت در آمریکا از دیروز صبح یک شنبه یک ساعت رفت عقب و یک جوک خیلی قشنگی رو این آقای استیون کولبر گفت که یکم طول میکشه آدم بهش فکر کنه، ولی وقتی فکر کنی خیلی جالبه. گفت برای اینکه ساعتتون رو برگردونید به عقب، حقیقتا این ساعت حقیقی آمریکاست، گفت ساعتتون رو شنبه شب که میخواییم بخوابید بذارید رو 2 صبح روز یک شنبه، بعد ساعتتون 2 صبح زنگ میزنه، شما بلند شین این ساعت رو تنظیم کنید بیارید روی 1، دوباره 2 که شد زنگ میزنه دوباره بیارینش روی 1، دوباره 2 که شد زنگ میزنه دوباره بیارینش روی 1، اصلا دیگه نه لازم هست بیدار بشین نه لازم هست برید سر کار. این ساعت عوض کردن، گفتم اصلش فکر کنم از اونجای اومد که میخواستن به فارمرها یا کشاورزا کمک کنن که از روز استفاده بیشتری داشته باشن، اگه اشتباه نکنم، ولی مثل که همچین مؤثر نبوده، چون اون فارمر بنده خدا یا اون چیزایی که کاشته بود توی دشت و بیابان که اونا با ساعت بیدار نمیشدن، با ساعت نمیخوابیدن، یا اگه با روشنایی اینا، در هر صورت نمیدونم، درست کار نکرده. اگه کسی نظری در این باره داره میتونه بیاد مهمون ما باشه و صحبت کنه. و بذارید میخوام اینو من بیارم فعلا وسط اینجا باشه، ما میتونیم برای شما یه آگهی درست کنیم، اتفاقا بد نیست امروز آگهی آقای اندی رو بذاریم این پایین، قشنگ باشتش از اول تا آخر. اینم تقدیم به رضا. رضا ایمیل تو دیروز با وجودی که گفته بودم نمیخونم رفتم خوندم و ممنونم. اینم آقای اندی رو میذاریم اینجا، ببینید چقدر کارا آسون شده، ولی خب وقت میگیره. قرار شد از آقای چمنارا عذرخواهی کنم. چرا؟ ما دیروز یه دوست جوانی کمکمون میکرد که این فیسبوک رو
تصویرش رو به این صورت که میبینید نباشه و به صورت همون اصلی تمام صفحه باشه و اینها. و خیلی هم بنده خدا کار کرد و دوربین آوردیم و یه لپتاپ دیگه خریدیم. لپتاپ ها چقدر ارزون شده، توشیبا شده اون 199 دلار، با مالیاتی که ما اینجا میدیم شد 206 دلار. اون آوردیم و یه دوربین دیگه گذاشتیم و اینها، کلی عوض کردیم و اینها، نشد. هر از 5 دقیقه هم هی دوستان میگفتن آقا ما رو مسخره کردی، هی دعوت میکنی که بیا برنامه زنده است، ما تا میایم قطع میشه. گفتم ببخشید، این داریم آزمایش میکنیم و نوشتیم تست. بعد قرار شد این تستا یا این آزمایشا رو پاک کنه این دوستمون، ورداشته برنامه روز جمعه رو پاک کرده. روز جمعه آقای افشارها صحبت کرده بوده، آقای چمنارا اونجا کامنت گذاشته بوده. البته ما قرارمون این بود که این فیسبوک فقط برای موقعی که برنامه زنده است استفاده کنیم، بعد نیم ساعت یه ساعت بعدش که ما یوتیوب داریم، بعدش برنامه ها توی تلویزیون مردم آرشیو میشه و خب بالاخره ما دوست داریم اونجا بیشتر ترافیک باشه تا اینجا. ضمن این که کم کم فکر کنم وبسایت ها از دست، از به اصطلاح از بین میره و فقط فیسبوک میمونه و خدا به داد ملت برسه که این فیسبوک چه خواهد کرد. پس آقای چمنارا از شما عذر میخوام، ولی کامنت شما رو در برنامه هم نشون میدم هم در موردش صحبت میکنم. از دوستانی مثل سعید، مثل شیرزاد، مثل دوستان دیگه که هی براشون دعوت نامه میرفته که سوربی الان برنامه زنده داره و میومدن میدیدن هیچ خبری نیست، از اونها هم عذر میخوام و ممنونم که با ما بوده و هستن، امیدوارم که با ما خواهند بود. و اما اجازه بدید من یه چیزی به شما نشون بدم روی فیسبوک. اگر رفتید روی فیسبوک و دیدید که صفحه ما رو اینا هم هر 2-3 روزی عوض میکنن، بعد میگم توی این عوض کردن و اینها ما هی باید خودمون رو با اونها به اصطلاح مچ کنیم، ادجست کنیم، به ایرانی چی بگیم، تطبیق بدیم. در اصل نگاه کنید، من بیارمش روی این کامرای 2. خب ببینید، شما وقتی میایین اینجا ممکنه اصلا صفحه ما این برنامه زنده رو نبینید. حالا چرا؟ آقای فیسبوک آمده اینجا رو کرده مثل صفحه وبسایت. میبینید اینجا تب گذاشته. اون موقع از این خبران نبود. اون موقع از ما میپرسید که رو چه صفحه‌ای میخواد باز بشه. ما میگفتیم صفحه‌ای که پست میکنیم، صفحه‌ای که پست میکنیم این بود دیگه. ببینید شما تا میان اینو میبینید، درسته؟ حالا خودش تغییر میده. حتی ببینید یه آپشن گذاشته این پایین، منیج آپشن تب، میگه ببینید میگه روشنش کنید، من بهتون میگم کدومش برای شما بهتره. یعنی هیچ، یعنی دیگه ما یه مدت دیگه ماشینا که راننده ندارن دیگه، کامپیوترها هم خواننده ندارن، ما هم هیچ، اصلا هیچ اختیاری دیگه نداریم، همه چی شد دست کامپیوتر. در صورت یه کمی شما هم باید خودتونو تطبیق بدید، اگه تطبیق ندید عقب میافتید. دوستان، یکی از دوستان آقای سعیدی بود، 2-3 هفته پیش وقتی داشتیم رو کامپیوترش کار میکردیم گفت ماشاءالله شما خیلی میدونی. گفتم خیلی نمیدونم، خیلی مشکل داشتم، مجبور شدم برم مشکلها رو حل کنم. حالا این مشکلی شما داری شبیه یکی از مشکلات منه، به همین خاطر شما فکر کنید من خیلی میدونم. در هر صورت بذارید من این رو شیر کنم با برنامه یا با صفحه شخصی خودم. بله، شیر آن یور اون تایملاین. اینجا هم سوربی با مردم. آره دیروز یه دوستی زنگ زد گفت آقا من واقعا تعجب میکنم شما این همه وقت و انرژی میذارید و اینها. گفتم خب امیدوارم دوستان هم قدرش رو بدونن و همینجوری که منوچهر عزیز لطف کرده باز هم 1 10 دلاری از بوستون برای من فرستاده و خیلی هم قشنگ کوتاه نوشته که 3 نوامبر 2016 آقای سوربی سلام، مبلغ 10 دلار برای ماه نوامبر 2016 ارسال می‌گردد، برقرار باشید منوچه. منوچه ای کاش ما 50 نفر یا 100 نفر بیننده مثل شما داشتیم. شمایی که نگران هستی که ممکنه کارت رو از دست بدی ولی بر اون عهد و پیمان خودت که گفتی آقا من ماهی 10 دلار کمک میکنم به این تلویزیون چون برنامه‌اشو میبینم،
پایدار هستی یا انجام میدی. من به نوبه خودم از شما ممنونم. بدهکاریامونو دادیم. اول درباره آقای حسن خزایی. آقای حسن خزایی، این پیامی که شما گفتی اگه میخوای پخش کنی، واقعا من اگه پخش کنم، اولا شما تایمر گذاشتی که سر 3 دقیقه قطع کنی، تایمر زنگ میزنه باز همینجوری حرف میزنی. دوما دو تا خبر گفتید بریم رأی بدیم، چون اگه رأی ندیم ممکنه افرادی مثل جان مکین یا مثل ترامپ بیان سر کار. خب اینو شما تو چقدر 20 ثانیه میتونستید بگید که هیومن رایت. شما گفتید هومن، هیومن رایت. هیومن رایت یه پابلیشینگ هست، لابد یک نشریه هست، از اونجا خوندید. این خیلی خوبه که بگید به اصطلاح سندتون از کجاست، تا دوستانی که میشنون اگه بخوان برن اونجا و ببینن. این از این. دوشنبه 7 نوامبر هست، 17 آبان ما انتخابات آمریکا فردا هست. یه فیلم وسترنی بود اون وقتا به نام بذار من این تاریخ و اینا رو بذارم بچرخونیم. امروز دیگه خیلی بچرخون داریم. آقای لطفی اگه برنامه رو میبینی بچرخون، مگه غریبی؟ خب نمیدونم، شما به ما بگید خوبه این تبلیغ یا روزنامه ها و اینا رو این پایین بذاریم بچرخه. شما همینجوری که دارید حرف منو میشنوید اون رو هم ببینید. من حتی فکر کردم که اگر شما بخواین مثلا این روزنامه رو ما میتونیم به این صورت بذاریم حتی پشت سرمون. نه ببخشید، پلیر 4. بله پلیر ببینید چقدر آسون شده. باور کنید من وقتی فکرش میکنم این دوستانمون اون موقع خسرو، داریوش، افشین اینا چقدر زحمت میکشیدن و ما حقیقتا آسون ترین کار رو انجام میدادیم. اونا تو قسمت آپریشن و تولید بودن، ما فقط تو قسمت صحبت کردن اینها، که البته اگر خداییش بخوایم بدونیم خب ما هم به اندازه خودمون باید زحمت میکشیدیم متریال حاضر کنیم. در صورت اینم از این، کدومش بهتره، این که پشت سرم استودیو باشه این پایین باشه یا این که پشت سر من این باشه اینجوری بچرخه؟ دیدم یکی از این دوستانی که تازه با گرین اسکرین و کروماکی کار میکنه یه فیلمایی رو میذاره اون پشت که آدم وقتی برنامه رو نگاه میکنه اصلا سرگیجه میگیره، یا چون اون فیلما میره از این بر شما فکر کنه این طرف داره از این وری میره، بعد یه مدتی چشاتون رو ببندید باز کنید بازم خلاصه هیچ. به من بگید چی بهتره. این خب من که ماشاءالله دولا پهنام هستم جلو این صفحه رو میگیرم دیگه جای خوندن نمیمونه، پس بذارید برش گردونم به همین پلیر 1. خودم میگم خودم هم زود تصمیم رو عوض میکنم. بفرم این بهتره، این توی استودیو هست، استودیو این برم رو به دریا، این استودیو 1 میلیون دلاریه. یه احمقی که حماقتش همین بس که هنوز هوادار مجاهده، اون روز به من میگه پس پول این تلویزیون شما رو کی میده؟ میگم احمق برو از دوستان مجاهدت سوال کن، برو از آقای فیلابی سوال کن، برو از علی سوال کن، برو از مرداد سوال کن، ببین این تلویزیون چقدر خرج داره و خرجشو من میدم به اضافه اونایی که برنامه دارن. نرخ و برنامه رو میخوان الان این زیر بذاریم برای خودمونم یه تبلیغ باشه، چرا نه؟ بذارید ببینم MTV rate کجایی. این خانومه که بیژن یادش بخیر اینو درست کرد، از سال 2006 تا حالا به اصطلاح ما نرخمون همینه. ببینید این حالا میاریم میذاریم اینجا، بفهم این نرخ ماست. حالا شما اگه فکر میکنی آخوند داره روزی 1 میلیون، ماهی 1 میلیون، سالی 1 میلیون به ما میده، خب ببخشید شما باید احمق باشی که با این نرخای کمی که من گذاشتم اینجا و بذارید اینجوری بهتون نشون بدم نیای برنامه بگیری. یعنی پولو آخوند بده. پلیر چنده؟ گیت شدم. پلیر 6. بفهم خودمو غیب کردم اصلا. بفهم این نرخ برنامه، میگه برنامه زنده ساعت 50 دلار، برنامه از قبل زد شده 20 دلار، یوتیوب انقدی اون انقدر. حالا شما یا فکر میکنی ما با این درآمدا میتونیم اینجا رو بچرخونیم یا مثل دیگران از یه جایی میگیریم؟ خب اگه از یه جایی میگیریم اون جایه هرچی شما برنامه بگیری انگار اون پول داره میده برای برنامه شما. شما اگه آخونده بیاد بگه بیا تو تلویزیون جمهوری اسلامی حرف بزن، نمیره حرف بزنی؟ باید خیلی احمق باشه که نری. آزاد بذارنید هرچی میخواد بگی بگی. در هر صورت چی بگم،
خب یه دختر کوچولویی که از ایران، آقای چمنارا خیلی خوشحالم که به ما پیوستید. اگر اول برنامه رو ندیدید من از شما عذرخواهی کردم بابت اون کامنتی که پاک شده، توضیح هم دادم که چه اتفاقی افتاد، توی برنامه هم میخونم و در موردش صحبت میکنم، کامنتی که شما گذاشتید و بعدش هم آقای افشارها به شما پاسخ دادن. دختر کوچولویی که در ایران احتیاج به جراحی داره تا بینیش رو که به صورت به اصطلاح طبیعی از اول اشکال داشته درست کنن. وقتی بچه ها میخوان جراحی پلاستیک انجام بدن، اون دکترایی که به اصطلاح این کار رو انجام میدن یه سری آماده سازی میکنن، بعد یه سری میگن این باید بزرگتر بشه، صورتش کامل بشه، مثلا اگر پاش جراحی میخواد پاش اندازه‌ای که دیگه بالغ میشه باید باشه و اینها. خلاصه اینو به ترتیب انجام میدن. ولی جا داره من از دوستانی که کمک کردن، از سعید عزیز، از پتیک عزیز، از دیگران تشکر کنم. یه دوستی حتی امروز برای من نوشته بود که با یه دوست دیگه تماس گرفته، منتظر کمک اون هست و گفته بود که این کار رو کی انجام میده در ایران. گفتم که آقای سفر دادور به اصطلاح اونجا کسایی رو پیدا کرده، دکترای خیری هستن که این کار انجام میدن، ولی خب یه مخارجی داره. دیدید مثلا دکتره اینجا میگه من جراحی انجام میدم، ولی خرج بیمارستانش شما باید بدی، یا خرج بیمارستانش هم یه کس تقبل میکنه ولی میگن مثلا شما خرج مسافرت این دختر کوچولو با پدر و مادرش رو تو هتل وایسادن و سفر و اینها رو بدین. در اصل از یکایی که شما ممنون و متشکرم، بذارید این پلیر 6 رو هم بیاریم اینجا، اون خبرها فعلا به چرخه بهتره. خب بعدم نیست، اینجوری هم میتونیم یه سری عکس بیاریم براتون اینجا بذارید، 4-5 تا پلیر مختلف. الان ما اینجا 5 تا پلیر رو به اصطلاح پریویو گذاشتیم، این بالا این یکی پریویو هست که به ما نشون میده رو صفحه اصلی چی از این مانیتورمونه. اونای دیگه بهتون گفتم این پروگرامی که ما داریم 1000 خورده‌ای هست قیمتش و 100 تا مانیتور مختلف رو میتونید داشته باشید. دیگه لازم نیست سیم. شما اگه بیاین اینجا تعجب میکنید، میگید این همه تصویر و صدا و فلان اینا با همین 2-3 تا، یعنی چند تا مانیتور رو یک کامپیوتر، بله یک کامپیوتر برای برنامه زنده است، یک کامپیوتر برای موقعی که برنامه بازپخش است. خب دختر کوچولو در ایران احتیاج به جراحی داره. امروز برای من عکسشو فرستادن که آماده شده، موهاشو تراشیدن و مثل یه کارایی هم انجام دادن، همون مثل انقلابی که آقای یزدان خدابندلو تعریف میکرد باید بستر سازی بشه، این جراحی هم همینه و ما امیدواریم هر روز عکسای بهتر و زیباتر و قشنگتر برامون بفرستن و ما بتونیم به شما نشون بدیم. دوستمون گفت که بذارید یکم هم خانواده اینها به اصطلاح چیزتر باشن، احساس آرامشی داشته باشن، بعد هر وقت خودشون خواستن نشون بدیم. گفتیم چشم، این کار رو انجام بدیم. اینم خبر خوشی بود که ما اگر یه اتفاقی میفته میان به شما میگیم، دست احتیاج به طرفتون دراز میکنیم و شما اینقدر با محبت پاسخ میدید. خب وقتی هم خبر خوبی هست اون رو هم میایم بهتون میگیم. مثلا یکی از خبرهای خوب این بود، همشهری من خانم فراز زاره، نوکیش مسیحی، که خیلی نگران بود، اصلا تو اتاقی که نشسته بود میگفت من خجالت میکشم. گفتم چرا خجالت میکشی؟ اصلا نشون بده تا دوستان ببینن که شما که اومدی از ایران بیرون، الان نرفتی نمیدونم توی قصری زندگی کنی، توی یک هتل بسیار زیبای زندگی کنی، توی یک اتاقی با چند نفر دیگه داری زندگی میکنی، برای که خاک بر سر رژیم دیکتاتوری اونجا یک امکاناتی نیذاشته که شماها تو کشور خودتون راحت باشی. قبول شده ایشون، حالا یا مصاحبه ما کمک کرده یا شرایط هر چی بوده. در اصل من چون خودم 32 سال پیش پناهجو بودم، بعد پناهنده شدم، مشکلات رو میدونم، چون من خودم برعکس دیگر ایرانیایی که وقتی میان میگن نه آقا ما پناهنده نشدیم، ما عمومون اینجا نوکر ریگان بود، بعد یه روز داشت کفش ریگان رو واکس میزد، ریگان گفت چقدر کفش رو قشنگ واکس میزنی، گفت ای آقا من که هیچی، پسر داداشم اگه بیاد اینجا اون یه واکسی میزنه. ریگانم فوری برای ما نوشت که بیاد این عنوان واکسن بیاد اینجا. یکی دیگه میگه که من داداشم معاملات ایمپورت اکسپورت میکرد برای من ویزا گرفت.
بهتون گفتم طرف همکلاسی من بود تو کلاس زبانی که برای رفیوجیا برای پناهنده گذاشته بودن، شب میگفت که آقا بله من از آلمان ماشین میخریدم میمدم، بعد داشتیم از پلا میرفتیم بالا بریم سر کلاس، یه دادم عکسش زده حسین آقا، در حسین آقا پناهنده ایرانی در حال یاد گرفتن کارهایی است که بتواند فردا در آمریکا موفق باشد. بعد با پررویی میگم من میخوام برم سوشون کنم، من که پناهنده نیستم. باز میگه اگه تو پناهنده نیستی تو این مدرسه چی کار میکنی؟ بمان. خب ببینید، به به به، آقا جمال دوست خوبمون، خیلی ممنون و متشکرم، خیلی خوشحالم. بله این انتخابات آمریکا رو گفتم، یه فیلمی بود مال یادم رفت، کلینت ایستوود، به نام Good Bad Ugly، یه فیلم وسترنی بود. میشه گفت که این آمریکا هم انتخاباتش اینجوری شده و این دو سه روز اخیر، دیروز امروز اینها، خیلی اتفاقات جالبی افتاده. اولا FBI گفت این خانم کلینتون اصلا اون ایمیلایی که ما پیدا کردیم کاری به این نداره، که حالا خود FBI که تا پریروز ترامپ میگو بابا این FBI خیلی خوبه، ما فکر میکردیم بده، ولی آورد اینا رو نشون داد، حالا دوباره میگه FBI خیلی بده و این انتخابات ریک شده. ریک شده یعنی دستکاریش کردن و اشکال بهش به اصطلاح وارد هست و امیدواری فردا شب دیگه به خوبی خوشی تموم بشه که فکر نمیکنم و خیلی ها نگران هستن. اینم از این. و در رابطه با پناهنده ها صحبت کردیم، بذارید من یه عکسی رو به شما نشون بدم که اینم در رابطه با همین خانم فراز زاره، یه دوستی با من تماس گرفت تشکر کرد که ما مصاحبه کردیم با ایشون، بعد گفتم که بله من خیلی خوشحالم، اتفاقا میدونم که خانم زاره قبول شده، گفت من نمیدونستم، بعد برای من این عکس رو فرستاد، گفتم مجسمه قشنگیه ولی تعریفش رو من نمیدونم چیه، چون مجسمه رو اون کسی که میسازه اون یه تعریف خاصی داره، یه چیزی تو مغزش بوده، این به اصطلاح تراوشات مغزش هست که این مجسمه رو درست میکنه. میگه نگاه کنید این مرد یه کیف دستشه و درسته که سرش هست پاش هست، ولی اون وسط که دل و احساس و اینها هست نیست باهاش. این یک پناهجوه، یک پناهنده است. حالا البته میدونید که این مجسمه رو جایی گذاشتن در کنار یک به اصطلاح ساحلی چیزی، پشتش هم این کشتی و اینها پیداست، نمیدونم حالا شما چقدر میبینین، در اصل من فکر کردم که این خیلی جالبه و ما هم نشون بدیم و از اون دوستونم تشکر کنیم. دوستان دیگه‌ای که پناهجو هستید، دوستان خیلی از ماها تفاوت پناهجو با پناهنده رو نمیدونیم. پناهجو کسیه که جویای پناهندگی، پناهنده کسیه که پروندهش قبول شده، بهش پناهندگی دادن، کشورش مشخص شده. الان یه سری دوستای من از ترکیه دارن میان به اصطلاح تگزاس، امیدوارم سفر خوبی داشته باشم. بله میگه که بله من توضیح دادم که یک جایی دزدی شده بوده و میگه حالا برگشتن یعنی خود من رو گرفتن. تو آمریکا هم همینجوره، تو آمریکا هم بیچاره اسنودن یکیش دیگه، پسر جوونی که آمد گفت آقا این دولت داره دروغ میگه و اینها به مردم که به اصطلاح اینا باید خدمتکار مردم باشن دارن دروغ میگن، اینها الان میدین در به در شده. اتفاقا چند روز پیش از آقای اوباما خواهش کرده که ببخشنش، حالا ببینیم بخشیده میشه یا نه، چون آخر دوره رئیس جمهوری این رسمی که بعضی ها رو میبخشن پاردن رو نمیدونم یه چیز دیگه هم بهش میگن. خب عکس پناهنده ها یا اون مجسمه رو نشون دادم و اما ویدیوی عروسی که روی فیسبوک بود، یه دوستی برای من یه عکسی گذاشته بود از یه عروسی و گفته بود که یه نفر وقتی رفته عروسی، مثل ما که مثلا این برنامه ها رو به صورت زنده پخش میکنیم، میدونید که الان شما با یو استریم، با لایو استریم، با فیسبوک، با یوتیوب میتونید با تلفنتون برنامه زنده بفرستید، میرید کنسرت اینجوری میزنید پخش میشه، ولی میاد برای دوستانتون. ولی یه چیزی رو باید یاد بگیریم، بابا کنسرت عمومیه، پابلیکه، عروسی دوست شما درستی که شما رو دعوت کرده
ولی خصوصیه، نباید هر جا که میرین زرت این تلفن رو در بیارید و بفرستینش برای این و اون، حتی عکس. البته به این دوستم گفتم، گفتم مشکل اینجا این شده که الان دیگه معلوم نیست کجا خصوصیه کجا عمومیه، حتی بعض وقتا خودمون هم اشتباه میکنیم. دیدید آقای مینویی خیلی قشنگ اشتباه کرد، گفته بود این خانمه که نوشته این خصوصیه، گفتم نخه هیچ خصوصیتی ما با ایشون نداریم، ایشون اولا صفحهش عمومیه، روی صفحه ما اومده نوشته، روی صفحه خودش نوشته و عمومیه. ولی همین خانمه اگه عروسی دخترش باشه، عروسی پسرش باشه، اون میشه خصوصی، خودشون میتونن عکس ها رو بذارن، ولی من و شما حتی اگه دعوت هم شده باشیم نمیتونیم بذاریم. این نظر منه و نمیدونم کجا این خط قرمز بین خصوصی بودن و عمومی بودن رو میشه کشید. خب تام سینکلر برای من ویدیوهایی رو که کار میکنه میفرسته، یک آقایی از من فکر کنم مسنتر، ولی اونم مثل من هی تلاش میکنه که یاد بگیره و باید یاد بگیریم، یاد نگیریم عقب میریم. خب بریم سراغ آقای چمنارا و کامنتی که گذاشته بودن، ببینیم که چی نوشتن و من اون نوشته رو چون عکسشو تونستم بگیرم، متاسفانه نوشته رو نتونستم پیدا کنم. حالا ببینم که کدامش بود تا با هم بخونیم به شما هم نشون بدیم. و بله اینه، بله بله بله، آهنگ چیه؟ بله بله بله. خب اینه دیگه آقای چمنارا، درست میگم؟ بنده خدا میگفت که حالا تو عکس گرفتی ازش، من دوباره باید اینو بنویسم. گفتم به قول آمریکایی‌ها my bad، ببخشید. آقای دکتر کاظم افشارها سلام، بعد از مدت‌ها بالاخره از گفتار پربارتان بهره بردم. در مورد انتقاد از قرآن، توی پرانتز نه نقد قرآن، قبل از آن که من متولد بشوم شادروان دشتی 23 سال را نوشت، کتاب 23 سال را نوشت و 30 چند سال پیش شادروان شفا، حتما شجاع‌الدین شفا، تولد دیگر را نوشت. این روزا هر کسی چه بی سواد و چه با عناوین دکتر این طرف و آن طرف در تلویزیون ها و رادیو ها با عنوان نقد دین کارشان شده روخانی آن دو کتاب، آن دو دانشمند زحمت کشیده کتاب ها را خوانده و آثار خیش را چندین دهه پیش نوشتن، در حالی که بعد از انقلاب کامپیوتری امروزه یک بچه 12 ساله به کمک سرچ انجین یا انجین جستجو با یک کلیک هر آیه و سوره ای را می تواند به دلخواه خودش پیدا کند و چه بسا ادعا کنند که دکترا دارد و تحقیق کرده. البته آقای سوربی می داند منظور من دکتر زیاد صدر اشرافی است و امثال هم زیاد هستند. یک چیز را این شیادان نمی داند که موضوعات اعتقادی و یا محسوسات را نمی توان با اصول ریاضی و فیزیک و مکانیک ثابت کرد. به هر حال ولی وقتی دین وارد حکومت شد و کار به کار مردم در تمام شؤوناتشان داشت، شیادانی هم از میان دینداران و هم از میان بیدین ها برخواهند خواست و از یک دیگر بی محابا و بدون شرم انتقاد می کنند، نه نقد. من فکر میکردم نقد و انتقاد یکی، اینجوری که آقای سهراب چمنارا نوشتن یکی نیست. امیدوارم وقتی که برنامه داشتن اینجا در این مورد هم توضیح بدن. این را به آن دلیل گفتم که همیشه پای صحبتهای حکیمانه شما می نشینم و بسیار متاسف شدم که یک ساعت وقت شما برای جواب به آقای دکتر ناقد قرآن گرفته شد. ولی خود من که از نوجوانی قرآن را به عربی بدون آنکه بفهمم و به فارسی چندین بار و انگلیسی خوانده‌ام
استغفرالله چیزی دستگیرم نشد، ناگه تا که چند سال پیش سوره ها را به ترتیب تاریخی کنار هم گذاشتم و خواندم و متوجه اعجاز قرآن شدم. اول اینکه قرآن را میتوان بیوگرافی 23 سال زندگانی یا شرح حال زندگی حضرت نبی دانست و دیگر اینکه همین طوری که حضرت محمد خودش گفته او یک انسان مثل بقیه مردم بوده که فقط آیات بر او وحی میشده یا شده، لذا قرآن را باید در شرایط نزولش تفسیر، بنابراین هم با شیادانی مثل صدرالاشرافی مخالفم که به قرآن توهین میکنند و هم با آخوندهایی مثل قرائتی و سروش مخالفم که قرآن را پیچیده میکنند، در حالی که سوره قمر آیه 17 میفرماید و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند. امیدوارم روزی نظر شما را در مورد قرآن راستین یا کرونیکال که به فارسی و انگلیسی منتشر کرده ام و برای دانلود مجانی در وبسایتم گذاشته ام بدانم. وبسایت ایشون هم خیلی ساده، چمنارا همین جوری که میگیم .net، یعنی امکان اشتباه هم نیست. شما اگه بخوای حتی اشتباه هم کنی نمیتونی اسپلش غلط کنی. چمنارا.net. و مدت هاست که آقای چمنارا از افرادی مثل آقای حمید میرزا آقاسی یا دیگران دعوت کرده که در این مورد صحبت کنن، ولی اونها به اصطلاح نمیان یا نیومدن، چرا من نمیدانم. خب اینم از این ماجرا. آقای چمنارا کامنتشم خوندم، میبینی آقای حسن خزایی اینجوریه، یکی یکی مینویسیم، وقتی میگیم خط میزنیم که هی تکرار نشه. باور کنید من این نوار 4 دقیقه‌ای رو اگر پخش کنم برای دوستان، همین روز اول صداشون در میاد و میگن آقا این آقای خزایی قراره بیاد 10 دقیقه 5 دقیقه اخبار بگه. ضمناً قرار نیست که من به شما زنگ بزنم، قرار شما زنگ بزنی، پیام بذاری، من پیامتو مثل خبر پخش کنم. مرسی. آوردن خوراک، ویدیو و ماجرای رنه و فیلم‌های هر ساله‌ای که در فریر گالری و اسمیتسونیان پخش می‌کنند. امروز آقای سبا تبار مثلا یاد همسرش هم شاد و روانش گرامی خانم ناهید تبار، بنده خدا جوان بود فوت شد و اینها، سبا دیدی به جای اینکه زانوی غم بغل بگیره، از قدیم این من میشناسمش، هیچ وقت قیافه‌شو ندیده بودم چون اون موقع امکانات نبود، شعر میگفت تو برنامه‌های من سال 2001، یعنی 15 سال آشنایی من با ایشون ادامه داره و بعدن ویدیو میفرستاد برای تلویزیون مردم. خانمش حتی آگهی ریل استیت بودنش اینجا گذاشته بود، اینا ممنون. در هر صورت خانمش که فوت کرده به جای اینکه زانوی غم بغل بگیره، اومده خنده درمانی رو پیش گرفته. یادتونه اون دکتر باتمان قلیچ آب درمانی، ایشون خنده درمانی رو برنامه‌ای رو میذاره و میفرسته و رو فیسبوک و اینها. البته من نمیدونم چرا سبا، اگه مسئله هزینش هست آقا من هزینه رو میدم. آقا دیگه 10 دلار 20 دلار که من و شما که ماشاءالله اینجا یه همبرگر میخوریم 10 دلاره. والا من اون روز گرسنم بوده، زور رفتم استارباک یه ساندویچ کوچیک گرفتم 8 دلار خورده، سیرم هم نشد، البته خیلی خوب بود چون ساعت 3 بود، بعد 5 هم میخواستم برم یه جایی، گفتم خوب که همین به هم کم دادن که سیر نشد. در هر صورت اگه مسئله مالیش هم هست اون قسمتشو مهمون من باشید، ولی ویدیویی که درست میکنید شما ببینید، الان ما این برنامه رو فیسبوک پخش میشه، درسته اون مثل MTV شما با دخترت توی ماشین داری برنامه میذاری نه، ولی خودت بعدن برگرد نگاه کن، مخصوصا برای ماها که بالای 50 بالای 60 هستیم، به قول شیرازی ها سرپرک میگیریم. اون برای جوان ها خوب بود، این ویدیو رو هی اینجوری میکردن، الان دیگه اگه دوبار اینجوری کنن حالمون منقلب میشه. در هر صورت یه ویدیویی رو امروز برای من گذاشته فرستاده، بذارید من اینو بهتون اینجا نشون بدم. روی پریویو چند هستیم دیگه، چیز کم آوردیم ها.
بذارید خوراک اینجا. خب صداشم باز کنم، صداش والیوم بره رو سه، پلیر سه. اول من اینو پخش میکنم که اون خانومی که احتمال زیاد تو کانادا رستوران داره، بعدم یه جایش چیز گفت کلبه سبا، عیب نداره شما که تابلو زدید اونجا با افتخار بگید اسم رستورانتون و کار به این زحمت کشی، کار به این مشکلی رو انجام میدید، بگید که مردم بدونن آقا خانم نباید شما خوراک ببری. دلیلش هم بهت میگم چرا. بابا اینجا سینما هم نوشته خوراک نیاری. دو دلیل، یکی این که میخواد از خوراک فروختن یه سودی ببره، دوم این که نمیخواد شما بیای اونجا خوراک خونت آورده باشی، یواشکی حالا گرم شده باشه فاسد بشه بخوری مسموم بشی، بعد اونجا زنگ بزنن آمبولانس بیاد، بعد میگن آقا اینجا یه نفر اومد توی این رستوران مریض شد. تا این بنده خدا بخواد آقا ثابت کنه که شما برداشتی خون از خونه خوراک آوردی، سه تا اتوبوس عوض کردی، از صبح این خوراک رو بردی سر کار، حالا بعد از کار اومدی سینما یا رستوران، این فاسد شده، بیزینسشو از دست میده. و بابا دیگه بی انصاف آمده چیکار کرده؟ تابلو زده. ببینید تابلوها رو قسم قاب گرفته. ببینید اون بغل نوشته که چی؟ اسپانیش پای، بله این ساندویج اسپانی به اصطلاح اسپیناج نوشته که 4 دلاره هم چیزی، ولی اینجا ببینید بغل جایی که ساعت و جایی میذارن که توی چشم باشه، جایی که توی چشمه گفته نوشته لطفاً از آوردن هر گونه مواد غذایی شامل نان سنگک، پنیر، لیمو، ترشی و از بیرون جداً خودداری فرمایید. حالا با همین ویدیو رو ببینیم، بعد من براتون دوتا ماجرا میگم که این خانم عزیز فکر نکنه خودش تنها این مکافات ها رو داشته. بذارید من صدای این به اصطلاح برنامه فیسبوک رو هم زیاد کنم. بله اینجا، خب بفرمایید. شما خودتان بیشتراتون هم باشه، مقصدتان باشه، لطفاً از آوردن هر گونه مواد غذایی درسته؟ شامل نان سنگر، پنیر، لیمون، ترشی و غیره از بیرون چردن خودداری فرمایید. مگه این کارو میکنن؟ آره چیکار میکنن؟ بگو نورشون رو میارن؟ شما تفریتان باشه؟ نه تفریتان نورشون رو میارن با خودشون؟ خب بعد میارن اون گوشه میدن زیر پاشون؟ لیموشون هم میارن به ما میگن یه دونه چاقو بدین خاطر میکنن قشنگ میزن میخورن آه پنیمشون هم میارن خیلی بامزنی. این فرهنگ تعریف این چیه؟ این تعریف فرهنگ ارتباط خوب چیه؟ ایرانی ها این کار میکنن یا خارجی ها این کار میکنن؟ ایرانی ها خارجی ها این کار میکنن خیلی عالی. ولی باید خندید. آره باید خندید. ولی خودشون گریه آوره. من بهتر شده خودارشون. من میفرستم توی فیسبوک، میفرستم توی یوتیوب از طرف کلبه. دوستان عزیز بینندگان گرامی این کارا رو نمیدونم نکنید. خوب نیست. نه برای خودتون بیا خرج کنید، هفته یه بار خرج کنید، پول لیمو ترش رو هم بدید دیگه. دوستان عزیز بینندگان گرامی این پیامو دارم تقدیم شما میکنم. ویلکام تو سبا شو. من از طرف سبا شو بودم اینجا برام. دست گلتون درد نکنه که اجازه بدید من فیلمو بگیرم. صدای خودتون هم هست. خنده‌ام خوب بود تا بعدم. بله ممنونم دوستان. همون جوری که میبینید ما چون به خودمون اطمینان داریم وحشت نمی کنیم. آقای سبا میاد میگه من از سبا شو هستم، حالا یه تبلیغ مجانی هم برای اون باشه چطور میشه؟ گفتم بهتون من 60-70 تا رادیو تلویزیون های ایرانی گذاشته بودم که اونام بیان نگاه کنن، دیدم اولا هیچ کدومشون مال ما رو نمیذارن، میترسن، وحشت داره. دو من هر یه دو ماهی یا پول نمیدن یا میرن بیرون از بیزینس، ما هی باید اینا رو عوض کنیم، خسته شدم. و دیدم اصلا توی ایرانی، جامعه ایرانی این کار نمیکنه. تلویزیون‌های آمریکایی رو نگاه کنی، طرف CBS، NBC، رقیب خودش رو میاره که همون ساعت خودش برنامه داره یه تلویزیون دیگه معرفی میکنه. چرا؟ برای که به خودش اطمینان داره، میگه من برنامه‌م اینه، این اگه میخواد اون ساعت بره برنامه اون رو نگاه کنه، برنامه من رو هم ضبط میکنه نگاه میکنه، یا برنامه من رو زنده نگاه میکنه، برنامه اون رو ضبط شده نگاه میکنه. آقای سبا ممنونم از شما.
فکرشو بکن اگه خواستی توی تلویزیون مردم، روی فیسبوک مردم تیوی دیگه خودت میتونی شماره ها رو ببینی، بیا اینجا برنامه بذار و اگرم از لحاظ مالی مشکل داری که فکر نمی کنم، من اون قسمت رو باهات کار میکنم. این از این. حالا من برای که احتمالاً اگر این خانم این ویدیو رو بعدا سبا براش بفرسه، دو تا ماجرا براتون تعریف میکنم خانم عزیز. و همونجوری که سبا گفت، ما ایرانی ها این کار رو نمی کنیم، خارجی ها هستن که تو آمریکا و تو کانادا این کار میکنن. خارجی ها کی هستن؟ خود ما. یک مدت ها بود توی این منطقه رستوران ایرانی نداشتیم، یعنی رستوران نه، چی میگن، جایی که شبا برن برقصن، برنامه ایرانی باشه، بعد از اون مستشکافه و رستوران ساقی و اینها که بسته شد، اون مستشکافه شماره یک که برنامه میذاشت، آره مستشکافه دو هم بسته شد چون صاحب شمشیریه یه دفعه فکرم با شمشیری یکی شد. در صورت ما گفتیم خب بیایم یه کاری کنیم، بریم یه رستورانی بگیم آقا خانم ما یه جمعیتی هستیم اینجا، ماشاءالله ایرانی هم همه پولدار، همه بنز، جگوار، رویز رویز، بنتلی، و ما میایم خرج میکنیم اینها. یه دوستی ما داشتیم آقای به نام رنه که این فیلیپینی آمریکاییه و من داداشام زودتر از من اومدن آمریکا. من خودم الان 30 سال اینجا هستم، اونا 34 5 سال تو آمریکا هستن و از اون موقع این رستوران رو داشته. اسمش رستوران هم اسم خودش بود، رنه. و ما چون بعضی وقتا میرفتیم باهاش سلام علیکم کردیم و اینها و مشتری خوبش بودیم، یا حداقل اینجوری تظاهر میکردم. تظاهر که نمیکنم، مشتری خوب باد باشی، اذیت نکنی، تیپ بدی، قاشق چنگالشون رو ندوزی، دردسر درست نکنی. در اصل ما به این گفتیم که آقا ایرانی ها که میدونی اینجا زیادن و اینها، تو این منطقه فیرفکس، وینا، مکلین، آرلینگتون، الکساندریا، و اگر بخوای ما یه شب اینجا رو ازت کرایه میکنیم. گفت خب میخوان شما کرایه کنین؟ گفتیم خب نه، بیا اینجوری کار کنیم، شما اینجا رو به ما بده، ما این بچه هایی که باند میوزیک یا بند میوزیک بند میاریم، اونها میزنن، شما مشروبتو میفروشی، خوراکتو میفروشی، دم در ما نفری $5 $10 چارج میکنیم که هم خرج تبلیغاتش در بیاد، هم خرج این بچه های موزیسین. من که احتیاج نداشتم، سال 2002 من هر برفی که میمد $30,000 میساختم توی شب بمانه. خلاصه این بنده خدا هم به ما اطمینان کرد، گفت باشه. از کی؟ گفتیم مثلا از 2 هفته دیگه. 2 هفته آمدیم در تلویزیون رنگارنگ جنگی آگهی کردیم که آقا هی شما گفتید جایی نداریم و فلان اینا، مژده مژده بزم ایرانی در رستوران. گوش میدی خانم؟ شما ناراحت نباش به خاطر نونشو میاره. حالا سبکو ببین، ببین شما رستوران ایرانی هستی، اونم ایرانی هست، اب نداره، ببین چی کار کردن. 2 هفته آگهی و همه چی آماده و اون آقای سعید بیاد بزنه، اون کامبیز بیاد نمیدونم چی کار کنه، اون فرشاد اون کارو بکنه، اون خسرو اون کارو بکنه و اینها، که من یادمه اولین شبی هم که قرار بود با آقای خلیلزای مال افغانستان مصاحبه کنم، هم از این مرد خوشم نیومد، هم مصادف شد با این برنامه‌ای که توی رنه برنامه گذاشته بودیم. من گفتم که من انجام نمیدم مصاحبه رو، اون بهوانی انجام داد. خلاصه بعد گفتیم که چقدر بذاریم، اولینش بذاریم نفری $5 که مردم تشویق بشن بیان. بعد یکی از دوستان گفت آقا اولینش اصلا به خاطر تلویزیون رنگارنگ مجانی میذاریم. موزیسیانه اینا بچه ها گفتن آقا ما مجانی میزنیم و هر کی رفت مشروب خرید، چون بگه ما پولی که به اون مرد نباید میدادیم، فقط انگار مشتری میآوردیم اونجا. گفتیم باش، آگهی کردیم مجانی. قبل از اینکه اصلا برنامه شروع بشه، مثلا میدونید رستوران ها و دیسکو اینا، بار، کلاب، ساعت 5 شب که شام نمیدن، که اصلا شام ندارن. قانونش اینه که یه خوراک کوچولویی میذارن، چون مردم میخوان مشروب بخورن
به اصطلاح باید خوراکم بدن. اون وقت خوراکشون هم شلو کباب بهت نمیده. مثلا شما میگی مرغ، یه مرغ اینقدی میده، حالا 5 دلار 10 دلار مزه به قول معروف میخوری. ولی مشروب میفروشن اینا، اینا درآمدشون از مشروبه. چرا؟ یه مشروب آبجو میخری 1 دلار، به شما میده 5 دلار، به شما میده 6 دلار. یه ویسکی میخره 40 دلار، اینو میکنهش مثلا 20 تا، بعد میسازش 20 تا 8 دلار، 160 دلار. بابا خرج دارن. وقتی اینا دو شب پول میسازن، شنبه شب، جمعه شب، شنبه شب، یه شنبه شب که همه خوابیدن که آماده بشن برای دوشنبه. با منی هنوز خانم؟ یعنی یه داستانش سب کن. چشمتون روز بعد نبینه. قبل از اینکه برنامه باز بشه، دوستان ایرانی چون شنیده بودن امشب مجانیه، آمده بودن دور اونجا صف کشیده بودن که در باز بشه برن داخل. حالا مثلا ساعت 8 قرار بود در باز بشه، ساعت 9 موزیک شروع بشه، تا 2 صبح موزیک و رقص و اینها. اولا من هرچی فکرش کردم گفتم من برنامه رو چجوری شروع کنم، من که تو کاباره برنامه نداشتم که. گفتم حالا که اینقدر ما ایران ایران میکنیم، بیایم من برنامه رو با یکی از صحبتای فرخزاد شروع کنم، شعر فرخزاد، یکی هم سرود ای ایران. ولی میدونستم که ایرانی ها سرود ای ایران بلد نیستن، خود من هم بلد نیستم. سه تا خطشو با هم میخونیم، دو تا بعد دیگه نه 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 نه. اوکی. آمدم این سرود ای ایران رو بردم، مثلا کپی کردم 100 تا کپی و دادم به هر دست مثلا دو نفری دادم که بغل هم که وایمسن اینجوری نگاش کنن بخونن که هم صدا باشیم و اینها. و خودم هم آمدیم ادای فرخزاد هم درآوردیم و پاپیون زدیم و رفتیم اونجا و گفتم که با این برنامه نمیدونم اگه ماه از آسمون پایین بیاد تو، اگه نمیدونم فلان بشه، چون تو مهمون منی درو باز نمی کنم. گفتم درو ببندید، امشب تا 2 میخوایم برقصیم بخونیم بخونیم. بعدم گفتم دوستان برای که حالا اینجا جمع ایرانی هستیم، بیاین برنامه رو با سرود ای ایران شروع کنیم. شروع کردیم، خوندیم، یه سری هم گریهشون گرفت، یه خودم هم احساساتی شدیم و اینها. برنامه خیلی قشنگ، همچین که یه ربع ساعتی گذشت ایرنه اومد به منم میگه آسکر، چون ما اون موقع موتور سواره هم با هم میرفتیم، اون موتور داره، منم موتور داشتم اون موقع. بعد روزای شنبه شنبه اینجا میرن به طرف کوه و اینها از شهر دور بشه. آسکر؟ گفتم بله. گفت یه دیوانه ای آمده به من میگه من میخوام به طرف خدا دعا کنم، خدای اینجا کجاست؟ حالا اون میخواسته بهش بگه قبله. و همین آقای یاوری بود. این یاوری های معروف هستن اینجا، فرش فروشی دارن، مترس و نمیدونم فلان اینا. یکیشون هست خیلی مذهبیه، اگه اشتباه نکنه از همشون جوان تر. آقای یاوری قرار ساعت 9 شب بیاد دیسکو، آمده اونجا به آقای فیلیپینی آمریکایی توی دیسکو میگه که قبله کجاست، من میخوام نماز بخونم. ای واقعا این نماز بزنه به کمر آدمای متظاهر. فان پتیک امروز یه چیز برای من نوشته که اونم براتون میگم. مرد اومده اون میگه من اصلا نمیدونم این چی میگه. بهش گفتم آقای یاوری شما از 5 عصر وقت داشتی دیگه، نماز شب چی میگن مغرب و عشا هست، از 5 شب وقت داری تا نصف شب بری بخونی. خب میخوندی بعد میمدی، حالا نخوندی. آخه اینجایی که میخوان دارن عرق میخورن، اینجایی که صاحبش اینه، حالا خوبه که رفتی از صاحبش پرسیدی، اگر اقلا بهت نشون داد ازش هم باید بپرسی من اجازه دارم اینجا نماز بخونم. شما نمیتونی جایی که اجازه نداری نماز بخونی. خلاصه این یک. یه ربع ساعت دیگه ای گذشت، این رنی اومد به من گفت که آسکر. گفتم چیه؟ گفت این میزه میبینی اینجا؟ گفتم آره. گفت آقا چیپس و آب و خوراکی و میوه آوردن همین جوری که این دوستمون میگه میذارن زیر پاشون، منظورش زیر میزه، نگه میذارن زیر پاشون که نون سنگکشون گرم بمونه. شایدم در جرارت بدن 98 شاید طرف نونه رو میذاره اینجا
اگه کانادا مثلا 60 میشه 100، چه نون گرمی هم میشه، تنور خودکفا. از زیر میز اینا چیپس و پفک نمکی و بطری های آب و نمیدونم میوه و اینها آورده بودن، هی میذاشتن روی میز میخوردن. حالا بدبختیش ترش چی؟ اینا یه خانواده شیرازی بودن که یکی از دختراشون هم تو تلویزیون میومد شعر میخوند، نمیدونم فرش میفروخت اینا، و از اونجا فهمید که برنامه هست. گفت من پس این هفته فامیلم رو میارم. گفتیم خب خوب شد این فامیلشو میاره، خود این 10 تا مشتری، اون فامیلشو میاره 10 تا مشتری، من فامیلم میاد 10 تا مشتری، اون میاد 50 نفر که باشیم میشه 500 نفر، اینجا جای 250 300 نفر هم نداشت. لازم هنوز با منی آقای سبا این خانمه. رفتم به اینا گفتم که آقا، بعد دیدم اینا هم شیرازی ها هستن. گفتم آخه شما تو آمریکا نمیدونید که خوراک و آب و نوشیدنی و اینها رو نمیتونی بیاری تو رستوران؟ شما این چیپسی که الان میخوری اگه رفت پس ملازه، شما میگین رفت پس ملازه، چی میگن؟ پرید تو حلقت، به جای جای آب و هوا خوراک رفت اینجا. اگه شما چوک کنی خفه بشی، این بدبخت اینجا بسته میشه تا بخواد ثابت کنه که آقا این پفک نمکی آوردی، حالا میخواستی هم یواشکی بخوری، رفته تو گلوت خفه شد. خلاصه گفتیم خب چه کار کنیم؟ بعد گفتیم که آقا رنه حالا اب نداره، اینا وارد نیستن، اینا حالا شب اولم چون مجانیه اومدن، احتمالا دیگه اینا هم مهمانای تیز نخواهند بود و ما امیدواریم اونایی که اینجا مشروب میخورن رفتن بیرون بلدن رستوران و فلان. این خانمه دیدید تو این ویدیو چقدر قشنگو میگه بابا هفته یه بار بیان بیرون پول خرج کنید. من یه آگهی درست کرده بودم برای رستوران زعفران گریل، میگفتم وقتی مهمون دارید شما نگران خوراک و پذیرایی نباشید، پختن غذا و خوراک و پذیرایی رو به عهده به اصطلاح به اینها بسپارید و شما با مهمانانتون خوش بگذرونید. دیدید بعضی مهمونی ها میره خانم خونه شده اینگاه کلفت، از بس از سه روز قبلش داشته پای منقل و منقل پای گاز و اینا چی میپخته، بعدم حال نداره، داره به زورم خودش نگه میداره. ولی الان دیگه رسم شده یه نفر میارن کمکشون میکنه یا خوراک رو از بیرون آورده میده. در هر صورت چشمت روز بعد نبین. این دوتا، یکی اولیش طرف اومده توی رستوران رنه آقای یاوری میخواد نماز بخونه، دومیش این خانواده شیرازی پفک نمکی و چیپس و انگور و اینا آوردن با آب میخوان اونجا بخورن، منتظر سومیش باشه. این رنه رفت و اومد گفت که آقا من هی نگاه میکنم اینایی که مشروب میفروشن، این به اصطلاح ویتر و بارتندر و اینها بیکار وایسادن دارن لذت میبرن از موزیک، خیلی هم خوششون میاد. این خانما ایرانی ها خیلی شیک خوشگل به اصطلاح خیلی تیشمامانی لباس پوشیدن، مردای ایرانی ها خیلی شیک اینا، ولی مشروبی اینا نمیخورن. گفتم خب میدونی که اینا مسلمونن و مشروب خوریشون مثل اسپانیشا و مثل آمریکایی‌ها نیست، اسپانیشا ماشاءالله بود، نه اینو داشته باشی. گذشت و تموم شد، حالا ما با خستگی یا هر چیزی خوشحال بودیم 2300 تا ایرانی رو تونستیم جمع کنیم و یک شبی پر از شادی و شور و نوید و امید بهشون بدیم. آمدیم خونه، فردا صبح شنبه شد، روزی که این آقای رنه با دوستاش میرن موتور سواری 6 تا 7 تا به ما هم زنگ میزنه، هر وقت ما میتونستیم میرفتیم. زنگ زد که میای بریم موتور سواری؟ گفتم بد نیست بریم که این خستگی دیشب و اینها از بین بره. بماند همون مادر آقای یاوری یه وقت اومد گفت که واه 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 اینجا از دود سیگار من دارم خفه میشم. گفتم خانم اینجا نمیتونن سیگار بکشن. گفت اینها این دودا، گفتم بابا این بخاریه که درست میکنن تو دیسکو که نور که میفته توش قشنگ باشه، و ببین دود سیگار که از زمین نمیاد، این رو زمینه، یه چیزی گذاشتن مثل بخور میدادن سرشونو میکردن پایین. خلاصه اونم حالا اون دیگه خیلی کوچیک بود، ولش کن. ببینید چی میگه جناب سربی، صدا ضعیف هستش والا، دیگه شما باید فتیلش بکشی بالا.
اگه صدای من ضعیفه گلوم درد میکنه، اگر صدای اون ویدیویی که پخش کردم ضعیف بود باید شما فیسبوک صداشو ببری بالا. میدونید که رو فیسبوک به اصطلاح شما میتونید صدا رو بالا ببری. در اصل اینم داشته باش. بذار ببینم اگر یه چیزی پیدا کنم. نه برش داشتم متاسفانه، شاید اگه اون میکروفون رو میزدم داخل این بهتر. حالا بسوز و بساز فعلا. پدرام هم شهریمه یا یکی دیگه است؟ در هر صورت اونم ستا. حالا رسیدیم فردا صبح، گفتم که خب میام دیگه. رفتم از اینجا مثلا خونه ما تا اونجا 10 دقیقه ربع ساعت با موتور راه است. رفتیم اونجا، اینا تا وایساده بودن که منتظر من باشن. خب صاحب هر جایی دور ساختمونش رو دور میزنه، تمیز نگه داره، اتفاقی نیفته باشه، چیزی نشکسته باشه. اینا دوستان تو تمام این شمشادا، تو تمام این بوش، گلای بوته چی بهش میگیم، بوش و اینها، شیشه های عرق، شیشه های جیبی، شیشه های کوچولو، شیشه های بزرگ مال تکیلا. بعد اومد به من گفت آقا اینا دیگه کیان؟ گفت تو گفت اینا مسلمونن، مشروب نمیخورن. ولی ببین، گفت من در تمام 20 سال، اون موقع 20 خورده، گفت تمام 20 سالی که اینجا، 20 خورده سالی که اینجا هستم، بله دیدم بعضی هم میان دوتا مشروب میخرن، چون زیاد مشروب میخورن یه کوچولویی هم تو جیبشون، بعدم تازه شیشهشون نمیندازن اینجا، میبره تو ماشینش، میبره تو سطل آشغالی یه جایی. میگه اینا اینقدر مشروب خوردن شیشه ها رو ریختن این دوربر رو رفتن. یکم بهتر شد حالتون خانمی که صاحب این رستوران هستید؟ یا یکی دیگه هم براتون بگم حالا چرا حال آدم بهتر میشه؟ شما دیدی اگه مثلا توی مهمونی برسی طرف بگه آقا حالت گرفته، میگه آره اینجا داشتم میمدم حواسم نبود، ابی داشت میخوند، منم تون رفتم، پلیس منو گرفت. طرف برای که شما احساس خوبی داشته باشی میگه آقا تیکت اسپیدین که، تیکت سرعت که مسئله نیست، منم گرفتم. شما یکم بهتر احساس میکنید، هم دردت پیدا میشه. یکی دیگه میگه آقا این که خوبه، من دیرو تصادف کردم. شما یکم بهتر شد. حالا بیا بریم اسمیتسونیان و فریر گله. یه سازمان بزرگی اینجا هست که برنامه های مختلف میذاره. مثلا یکی از اونها همین سیلک رود یا جاده ابریشم بود که سالها اینجا میذاشت موسیقی و فرهنگ دنیا رو معرفی میکنن، یا فرهنگ چین و افغانستان و ازبکستان و ایران و اینا رو معرفی میکنن به آمریکایی. بعضی وقتا هم فیلمای ایرانی رو نمایش میدن و این فیلم ها هم مجانیه. الان دیگه نمیدونم چون رو اینترنت اومده چجوریه، ولی اون موقع شما هر کی زودتر میرفت تو صف وای میساد و هر یه نفرم دوتا میدادن که شما نیای بگی من 8 نفرم، بعد 8 تیکت بگیری، بعد اونجا خالی، بعد هی که بگن کو، بگی دارن میان. قانونش هم اینجوریه، حتی شما وقتی 2 تیکت هم بهت میدن، اگر 5 دقیقه قبل از اینکه به اصطلاح فیلم شروع بشه میان نگاه میکنن، اگر صندلی خالی هست شما نمیتونی بگی شوهر من داره میاد از مریلند از سر کار، یه نفر دیگه که تو صف وایساده بهش میگن برو بشین اونجا. این همه خرج کردن، حالا به شما میخوان مجانی بدن، شما نمیتونید نگه دارید. بگذار دم در، برای که این صندلیا مخملیه. بعد دیدید صندلیای سینما، تئاترای نمایش اینجوری بلند میشه که بتونن زیرشو بهتر جارو کنن، ماپ بکشن فلان اینا. بعد نمیخوان شما یه چیزی بخوری، از دهنت داری فیلم نگاه میکنی بریزه رو شلوارت و روی صندلی اونا، شلوارت رو میبری تو خونه میشوری، ولی صندلی اونا $200 خرجشون میشه تا بخوان تمیزش کنن. دم در مثل آدمیزاد نوشته از بردن خوراک و نوشابه به داخل سالن خودداری فرمایید. حتی آب میگی تو نمیتونی اونجا بخوری، میخوای آب بخوری تو کیفته، بیا بیرون بطری آب باز کن بخور برو بشین. آقا نشسته بودیم که این فیلم شروع شد، یه صدای خشخشه این کیسه پلاستیکی ها هست
که وقتی بازش میکنی، وقت کیسه پلاستیکی ها دو جنس داره، یکیش یکم نرمتره، صدا کمتر میده، اونایش که مال ایران هست کیسه کلوفتره ولی زودتر پاره میشه، خیلی هم صدا میده. ما دیدیم یه صدایی میاد، همه سینما به جایی که این برو نگاه کنن چرخیدن این برو نگاه میکنن. حالا این خانمه توی ردیف ما این آخره، یه خانم مسنی آمده بود این پلاستیکو گذاشته بود روی زانوش، بین دوتا زانوش، و دستش کرده بود داخل این و میخوند، و این سر اینو که باز کرده بود چنان بوی قرمه سبزی بلند شده بود. حالا من همه فکر و هوش و ذکرم این بود که این خانم قرمه سبزی رو تو سینمای تاریک چجوری داره میخوره، دست میکنه با دست میخوره. خیلی از ماها بلدیم با دست، خود منم بعض وقتا دوست دارم با دست برنج و اینجوری کنم مثل بچه که بودیم. قرمه سبزی سوا، این فیلمو مدیونی به این خانم نشون بدی که یه کمی کام داون بشه. قرمه سبزی آورده بود تو اسمیتسونیان گالری، فریر گالری، اونجا داشت میخورد. حالا شما ناراحتی که این نون سنگک آورده تو رستوران میخوره؟ حق با شماست، ولی این ما هستیم. حالا همونی که نون سنگک آورده اونجا توی مهمونی باهاش صحبت کن، ببین از دانش و علم و مدارک و اینها چه پوزی میده. خب بریم سراغ برنامه. ممنون و متشکرم و تشکر از منوچه به خاطر نامه‌ای که فرستادی، به خاطر وجهی که کمک کردی، متشکرم. و امیدوارم شما همیشه باشی، همیشه هم حمایت کن. و دوستان دیگه، اگه شما هم این برنامه رو میبینید، نمیخوام بگم وظیفتونه، ولی اینجا یه جورایی میگن وجدانن، اگر میتونید کمک کنید. یعنی نمیخوام بگم اگه وجدان دارید کمک کنید، چی بگم آخه، ما با خیلی دست و عصا حرف بزنیم. خب حسن خزائی پیام دریافت شد و عزیز من، شما نمیتونی بری مثل آقای سعیدی بعد دو هفته بگی آقای سوربی من جمعه میخوام بیام، اینجوری نمیشه. باید بگی من هر روز زنگ میزنم، یا دوشنبه چهارشنبه جمعه زنگ میزنم، یا سه شنبه و پنج شنبه ها زنگ میزنم، پیام میذارم، بعد شما پخش کن. توی اون پیامتم قشنگ اینجوری که گفتم این کاغذ رو مینویسی، میکروفون یا گوشی تلفن هر چی هست، میگی که سلام به بینندگان و شنوندگان، امروز دوشنبه مثلا هفتم نوامبر، هفدهم آبان ماه، من خلاصه مشروع اخبار رو یا خلاصه اخبار رو به سمع و نظرتون میرسونم. مثلا امروز گفتن که رای بدید رای ندید هرچی. خب بسیار عالی آقای سوربی و عیسی آزاده، ممنونم آقای عیسی عزیز، مرسی. خب دوستان ببینید، ما این پایین میتونیم تبلیغای شما رو هم داشته باشیم. مثلا ببین تبلیغ شما رو مثل ای ایران اینجوری بذارم این پایین، خوبه اینجوری ببینم این کاغذه، ببینید خیلی کارا میشه کرد توی آمریکا. اولا میدونید که اگه اشتباه نکنم انیشتین گفته که حماقت مرز و حدی نداره. برای کارهای دیگه توی آمریکا میگن که به اصطلاح لیمیتی ما نداریم، میتونید هر جوری بخواید اینو هی پیشرفتش بدیم، توسعهش بدیم، بازش کنیم و الی آخر. خب آوردن خوراک، ماجرای رنه و اون فیلم خوراک رو هم نشون دادم. امیدوارم که این دوستمون تونسته باشه مشتریایی رو جلب کرده باشه و جذب کرده باشه که اونها قبول کرده باشن آقا امروز من میخوام قدردانی کنم از همسرم که یه هفته زحمت کشته خوراک پخته، امشب من بهش میگم بیا عزیزم من برات خوراک میپزم، چون بلد نیستم میبرمش یه رستوران، اونجا هم گدابازی در نمیارم، قشنگ خرج میکنم، نمیدونم بماند. خانمه میگو پنیرشون هم میارن، نون و پنیر و لیمون نمیدونه. خب just place the order with cowboy side directory I will receive it. بله، یکی از دوستان ما که عاشق فوتبال هست و اینها، امروز یه چیز جالبی براش اومده بود، بهش گفتم این به اصطلاح تو که عاشق تیم تگزاس هستی اینو بخر، وقتی رفته بود گفت آقا انقدر تیم تگزاس خوبه که فروش رفته.
حالا مثل که پیدا کرده و خریده. خب دوستان عزیز بریم سری بزنیم به نیاک و میدونید که من نیاک رو به اصطلاح قبول دارم برای اینکه کاری که میکنه اینه که میگه no more war، یعنی جنگ دیگه بسه، ما جنگ بیشتر نمیخوایم. ولی میگه yes، میگه no to war، به جنگ نمیگیم ولی به دیپلماسی. دیپلماسی یعنی گفتگوهای، حالا سیاست مدارانه میخواییم بگین، گفتگوهای بین دولت ها میخواییم بگین، هرچی. میگه دیپلماسی yes. در همین رابطه آقای تریتا پارسی امروز ساعت 12:54 یه ایمیلی فرستاده و میگه که The National Iranian American Council invites you to join us for an expert panel. میگه که این شورای ملی ایرانیان آمریکایی‌ها از شما دعوت میکنه تا به ما بپیوندید در برنامه‌ای که اکسپرت پنل، یعنی اینایی که تجربه دارن، بعد دیسکشن آن دی ریلیز اف ا نیو ریپورت. میگه بیاین درباره این گزارش جدید به اصطلاح بحث و گفتگو کنیم و هدفشون یا اجندای برنامه‌شون اینه: maximizing the opening with Iran, how the next president can secure American interest in the Middle East on Wednesday, November 16 from 9:45 to 11:15 a.m. at Smithsonian Center. این حالا نمیدونم همون اسمیتسونیانه یا هرچی، در صورت اگه خواستین باهاشون تماس بگیرید و وبسایتشون رو دارید. اگرم سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. در رابطه با سوال دوستان، یه دوستی شماره تلفن یه نفر میخواسته برای من زنگ زده، پیغام گذاشته، من حقیقتش نمیدونم شماره کیو میخواست و نمیدونم دارم یا ندارم. اگه داشته باشم من معمولا شماره تلفن کسی رو نمیدم. و یادم سالها پیش یه نفر مثلا زنگ زد گفت آقای سوربی شماره تلفن فلان جا، من تا خواستم بهش بدم داور گوشی رو از من گره گذاشت. گفتم چرا؟ گفت آقا مگه ما 411 ایم اینجا، 411 تو ایران 08 بود، چی بود؟ گفت آقا اگه این کارو بکنی از فردا هر کسی میخواد به فلان رستورانم زنگ بزنه به من و تو زنگ بزنه، چون آسون تره. در صورت ببینم که کجا گذاشتمش و اگر بتونم پخش کنم تا ببینم. دوستان این کار درستی نیست به نظر من، به یه تلویزیون زنگ بزنیم شماره فلانی ببینم اینه. آقای سوربی سلام علیکم، من داریوش هستم از ونکوور. این ایمیل خانوم ناوک، زیبا ناوک، عزیز من خانوم زیبا ناوک روی فیسبوک هست، شهره خاص و عامه، کسی که لخت میشه تو پارک عکس میگیره. بله بنده با ایشون مصاحبه کردم، من از طریق فیسبوک باهاش تماس گرفتم باهاش مصاحبه کردم. حالا من اگه بخوام شماره ایشونو بگیرم به شما بدم باید برم رو فیسبوک براش این پیامو پخش کنم، بگم یه آقایی تو کانادا شماره شما رو میخواد، بعد اون بده نده. این وقت منو شما چجوری جاستیفای میکنید؟ شما چجوری توجیه میکنید که آقا من اینقدر وقت فلانی رو تلف کنم؟ اصلا نمیدونم، من شمارهشو ندارم، اگه داشتم هم نمیدادم، چون اگه شمارهش میخواست بذاره خب میذاره شو فیسبوکش، وقتی نمیذاره یعنی میخواد فقط با فیسبوک تماس بگیره. خب باز سبا تبا یک چیزی رو برای من نوشته و گذاشته، very good point. منظور شما چیه محمد جان؟ کدوم پوینت؟ من اینقدر پوینت خوب میگم که نمیدونم کدوم پوینتش میگی. خب بذارید ببینم. میگه که قدرت مغز در ساختن داروی ضد درد، قدرت مغز در ساختن داروی ضد درد. دوستان عزیز، مغز میتواند هر گونه پیامی را به هر شکلی از کلیه قسمت‌های بدن دریافت کند و واکنش سریع با توجه به وضعیت سلول‌های مغز و انرژی سلول‌های مغز شما حمل کند. یک، انرژی که خود سلول‌ها حمل می‌کنند که امروز دستگاه‌هایی هستند که این انرژی را اندازه می‌گیرند. دو، انرژی که در بین اتصال بین سلول‌های مغز وجود دارد. سه، مواد ضد دردی مثل اندورفین که
یا فکر کنم اندورفین نوشتن که از قده هیپوتالاموس در زمان خنده و شادی چه طبیعی و چه غیر طبیعی در خون ترشح می شود، همه و همه سیستم دفاعی بدن را که بعد از افتادن با درد بسیار شدید ده از آها این ماجرای یه دکتری رو میگه که میخواسته سوار یک تانکی بشه، میفته پایین ولی بعد درد رو حس نمیکنه، میفهمه که مغزش داره بهش کمک میکنه. در صورت این بود، میگه در اینی که حالی که منتظر آمبولانس بود بدون هیچ حرکتی هیچ گونه دردی نداشت. تاریخ انتشار این مطلب توسط دکتر، ما میگیم میکائیل، بعضیا میگن مایکل، و در صورت میکائیل موسکوویچ تاریخشو نوشته و مقاله به زبان انگلیسی تجربه یک دکتر مغز و متخصص درد است. البته اینو شما داشته باش، سلول دفاعی خود بدن یه سیستمی داره که شما مثلا دستت که در میره، پات که میشکنه، فوری یه چیزی، من طبیعی نخوندم ولی میدونم این درد کشیدیم دیدیم، اصلا پا ورم که میکنه اینه که یه چوب میاره دورش میبنده که اینو محافظت کنه، یا حتی فکر کنم گلبولای سفید زیاد میشه اونجا، نمیدونم، نمیخوام چیز اشتباهی بدم. در اصل ممنون، متشکرم. سبا همینو میتونی یه مهمونی رو دعوت کنی در موردش صحبت کن. کاگو جون، در تایید کارهای شما، این در رابطه با اون دختر کوچولویی که احتیاج به بینی داره، دوستان اگه کسی میخواد کمک کنه چه به تلویزیون مردم چه به این دختر، میتونه یا با من یا با آقای سفر دادور تماس بگیره و این کار انجام بشه، و چون کار پزشکی هست و اینها هیچ مشکلی از لحاظ تحریم های اقتصادی فلان اینها نداره. کاگو جون، در تایید کارهای شما، تایید کارهای من همینی که من این اکثر رو نشون میدم، همینی که مصاحبه میکنم با خانم فراز زاره، همینی که مصاحبه میکنم با طرف که تو زندانه، و همینی که نمیام بگم من 80 میلیون میخوام آزاد کنم. آقا تو ایران خیلی آزادتر از من شما هستن، همونی که به مردم ظلم میکنه داره میفروشه، یه چیزی میخره به قدقه من میفروشه، 10 تا باغ داره، 10 تا استخر داره. من شنیدم آپارتمانای ساختن، طرف تو آپارتمان که نشسته شیشه از زیر پاشم آکواریوم ماهی. والا ما اینجا یواش راه میریم که همسایه زیری بدبخت سوسن مرد، میگم که همسایه بالای انقدر راه میره که من با دسته جارو از بس زدم اینجا تمام سقف خودم اینجوری سوراخ سوراخ شد. اونا دارن لذت میبرن. حالا این احمقی که میخواد بره از آمریکا 80 میلیون ایرانی رو آزاد کنه، من نمیدونم کدومشون میخواد آزاد کنه. یادت باشه تازه یه عده اونجا جلوت مقاومت میکنن. چی میخوای آزاد کنی؟ آقازاده رو میخوای آزاد کنی؟ اینایی که هر روز برای یه کنسرت بلند میشن میرن ارمنستان و میرن کشورهای دیگه میخوای آزاد کنی؟ من نمیدونم. این قدم کوچیکی که من میتونم بردارم، پتیک کمک من میکنه. من کمک سفر میکنم سعید کمک میکنه، سفرم برمیگرده کمک میکنه به تلویزیون. 10 بار تا حالا وسیله، و همون روز که من دیدمش 3 تا دوربین به من داد، بعدش گفتم من اصلا اینجا این سیستم سکیوریتی و فلانی ها اینجوری لازم ندارم، سکیوریتی اسلحه دارم، هرکی جرات میکنه بیاد اینجا شوت میکنم وسط پیشونیش. تیرانداز خوبی نیستم ولی بلدم بزنم. در صورت کاگو جون، در تایید کارهای شما اگه میشه در برنامه بگید اول وجود دوم سجود، یا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اگر به افراد ناتوان که در اینجا تبلیغ میکنند کمک میکنید، اول به داخلی ها کمک کنید. حداقل 90% پول را هزینه خوشگذرانی و غیره نمی کنند، آخر هم از مالیاتشان کم کنند. شادزی با نوه. مرسی. حرف نوه نزن که این نوه منو دیوونه کرده. یه روز اگه نبینمش 24 ساعت بشه به خانم میگم چند روز ما ندیدیم این دختر کوچولو رو، خانم هم میگه دیروز اینجا بوده یا ما دیروز اونجا بودیم. به یه بهانه‌ای دوتا هم بلند میشیم راه میفتیم میریم باز میبینیم. امیدوارم شما هم همتون با بچه هاتون سالم شاد، نوتون سالم شاد، ولی ای که دستت میرسد کاری بکن به دیگران کمک کنید. شکرانه بازوی توانا یا سلامتی به گرفتن دست ناتوانیست. اینم از این. ممنون و متشکرم از پتیک عزیز. پتیک، اگه یه موضوعی به نظرت میرسه شما هم میتونی با اون شماره تلفن 703-957 بذارید نشون بدم افکت 3 703-957-6150
این تا 10 دقیقه میتونه ضبط کنه. دوستان اینو استفاده کنید، اونایی که میخوان یه چیزی رو بگن، یه برنامه‌ای باشه که کمک من باشه، که الان منی که گلوم گرفته میخوام یک جرعه آب بنوشم، مثلا پیام پتیک رو پخش کنم، اینی که برای من نوشته خودش بگه، یا پیام آقای حسن خزایی رو پخش کنم من آب بنوشم. پس چطور شد آقای خزایی شما ویدیو یا آدیو تو صبح شب دیروز فرستادی، من بر اساس کارایی که اینجا هست میخوام صدای شما پخش بشه، این پشت یواشکی آب بخورم، میخوام صدای شما پخش بشه، برنامه بعدی رو حاضر کنم، اونو به موقعش پخش میکنم. یا اینکه درست هر روز سر موعد مقرر، مثلا سر ساعت 2:45، سر ساعت 2:30، دیدید اینجا WTO News میگه مثلا ساعت به ساعت سر 8 دقیقه ها ما اخبار هوا رو میگیم، سر 10 دقیقه اخبار اقتصادی میگیم. چرا ما نمیخوام یاد بگیریم؟ به جاش باز میام توضیح میدم، حالا کامپیوترم درست شده، کارهای مادرم درست شده، کارهای خونم درست شده، حالا بعد هر چی فکر کردم هیچ، امروز شما نگفتی، فقط گفتی برید رای بدید. چش میریم رای بدید. خود رای ندادن یک نوع رای دادنه دوست. رای ندادن یعنی من اصلا این سیستم رای دادن را قبول ندارم، بریزید به هم، از نو شروع کنید، هر کی پولدارتره میتونه بره اونجا. تازه امروز آقای آسانج، همین که مال ویکی لیک هست، برید ببینید، گفت اولا این ترامپ نماینده وایت تراش یعنی کلومی میگفتیم، یا چی میگن تو ایران، تو شیراز میگفتن کلومی، اینجا ردنک بهشون میگن، دیگه نمیدونم تهرونی ها چی میگفتین شما بهشون. در اصل میگه نماینده اونا، بعد میگه امکان نداره ترامپ بانک ها به اصطلاح کورپوریشن های بزرگ بذارن ترامپ بیاد. هیلری میاد که نگاهبان و نگاهدار منافع اونا. این هم از من برم وقتمو تلف کنم برای چی؟ بله خب ببینیم که این دوستمون از فیسبوک برای ما چی فرستاده. بله، الیور استون، کلینتون is just as dangerous as Trump. الیور استون که میدونید فیلمای خیلی خوبی میسازه و این به اصطلاح فیلمایی هم که میسازه یه مقداری افشاگرانه است و دست دولت رو، دروغای دولت و اینها رو باز میکنه. حالا پسرش هم به اصطلاح شروع کرده چند تا فیلم ساخته، حتی یه فیلمی در رابطه با ایران ساخته. خلاصه این آقا از کارگردان، فیلمساز، پرودوسر، تهیه کننده است، نوشته که الیور استون گفت هیلری کلینتون is just as dangerous as Trump. میگه خطره، یا هیلری کلینتون به همون اندازه خطرناکه که ترامپ هست و ما میدونیم. خب چاره چیه؟ چه باید کرد آقای الیور استون؟ به کی بریم رای بدیم؟ به اون آقایی که همیشه استونه؟ خب و اما دوستان دیدید که هی میگن این پوپ چقدر آدم خوبیه، این همون پدر روحانی دوستان کاتولیک هست دیگه، نه؟ بذارید ببینید حالا چیه. من از موقعی که این آقا اومد به همه گفتم، گفتم این از همهشون بدتره، اینو درست مثل یک برگ برنده موقعی که زدن زمین که مردم داشتن حقیقت کلیساها رو میشناختن و داشتن از کلیساها دور میشدن، اعتمادشون به کلیساها کم بود، میدونستن که اینا ریاکار هستن، این آقای فرانسیس آمد و حالا ببینید چی میگه. میگه پوپ کیسز دی هند آف راکفلر. راکفلر که شما میدونید، راکفلر حتی از دوره شاه و اینا برید بخونید میدونید که اصلا اینا سیاستای دنیا رو اینها به هم میریزن. راکفلر کلیمی فامیلی سیز کریستین شود سپورت اسرائیل نات پالستینیانز. ببینید رفته میگه دست راکفلر بوسیده فامیلی اونا و میگه که مسیحی ها باید اسرائیل رو حمایت کنن نه فلسطینیا. بفهم حالا بعضی ها میگن آقا این عجب پاپیه، عجب پاپی. آره ای کاش که پاپ کنه راحت بشه. خب اینم از این، باز ممنونم از این دوستی که اینو فرستاده، آقای چمنارا، خوندم اون نوشته شما رو و ببخشید که اینجوری شده. بله این The Hidden Forces یعنی قدرت های پنهانی
که وجود داره همین آقای آسانج صحبت کرده. من ویدیوشو بهتون نشون میدم ولی پخش نمی کنم که یوتیوب ما رو اذیت نکنه. آها بذارید اینجا بنویسیم که چیه. شما بعد اولش یه تبلیغ به خوردمون میده. بله اینجا وایسیم بزنیم. دوستان اگه میخواین تو یوتیوب تبلیغ رو نبینین باید ماهی 4 دلار 5 دلار بهش بدید که تبلیغ نبینی. یادم میاد یه دوستی دو هفته پیش من میگه آقای سوربی این ویدیوهای شما تبلیغ داره. میگم آره، برای که یوتیوب مجانی این جا رو به ما میده، بعد شما که میای اونجا نگاه کنی این زیرش هم یه تبلیغ نشون میده، ولی کلیک گذاشته بغل شما میزنید اسکیپ، یعنی ردش کن، ردش میکنه. شما دیگه اگه اینقدر تنبلی باید لابد یه نفرم مثل بچه خوراک رو برات بجوه بذاره تو دهنه، خب بزن دیگه، بعدم یا پول بده تبلیغ نبین. ما هم خدا رو میخوایم، هم خر رو میخوایم، هم خورما رو میخوایم. نمیشه، میشه اون که طرف رستوران باز کرده از صبح تا از اونجا منتظر مان، ما حالا که میریم میزشو میگیریم، صندلیشو میگیریم، ولی نون خودمون میبریم، لیمو خودمون میبریم، پنیر خودمون میبریم، ولی میریم توالت اونو پر میکنیم. توالت چند بعد میخوایم با آفتاب تارت بگیریم، تمام اونجا رو خیس میکنیم. رفتم یه رستورانی، اومدم بیرون بهش گفتم آقا این قبلی‌ها که رفتن آب ریختن همه جا. گفت آره ما اینجا این دستگاه رو گذاشتیم که تارت میگیرن، دو سه هفته 100 دلار باید بدیم یکی بیاد درستش. حالا اون خانم درست میگه. مرسی آقای سوا توا. دوستان عزیز این هست این ویدیو، من زیرش هم بهتون نشون بدم که چی نوشته و خودتون برید پیداش کنید. بله ببینید اینجا نوشته Secret Word of US Election و میگه جولیان آسانج talks to John full interview. حالا جان ببینیم کی بوده. No thanks. جان پیلگر. جان پیلگر یه آدم خیلی معروفیه. اون اومده رفته توی سفارت اکوادور با این آقا مصاحبه کرده. میدونید که این آقا الان 3 سال نزدیک به 4 سال اگه اشتباه نکنم توی سفارت اکوادور به اصطلاح بست نشسته، رفته پناهجو شده اونجا. حالا ماه آینده قرار دولت سوئیس بره اون داخل، نه دولتشون، نمایندهش بره داخل سفارت اکوادور با این صحبت کنه، چون این میگه اینا غیرقانونی میخوان منو بگیرن توی لندن، توی انگلستان، ولی اگه از سفارت اکوادور بیاد پایین پلیسایی که اونجا وایسادن میگیرنش، میخوان یا بفرستنش سوئیس یا بفرستنش آمریکا و یا سوئیس. در هر صورت این بیچاره که 10 سال الان ویکیلیک رو شروع کرده، آقای آسانج، همین اسمشو بزنید جولیان آسانج، تاریخش هم نوامبر 5 یعنی 3 روز پیش این مصاحبه رو انجام داده با آرتی. آرتی هم که میدونید راشا تودی هست، بعضی ها میگن راشن تیوی، غلطه، راشا تودی این اسم یه برنامه ای هست یا یه تلویزیونی هست. اونم دیگه خبراش یه طرف از همش، اونم دروغ میگه. چه کسی رو باید باور کنیم؟ I don't know. شما میدونید. خب ببینیم که اینم ورایزن، اینم این چش چش. Did you see anything on my website that you like؟ نه، بالا وبسایت تو برام بفرستی. خب دوستان عزیز ساعت 3:22 است. امروز ما نه آقای اجلالی رو داریم، نه آقای مینویی رو داریم، نه آقای یزدان خداوندلو، نه آقای سهراب چمنارا، نه آقای دکتر نصر احمدی، نه آقای دکتر افشارها و خود من تا اونجایی که بتونم برنامه با شما خواهم بود. بعدش برنامه ها رو پی میگیریم، رادیو کیان ایران، آقای حسن ارشاد، برنامه کانون آوا و اون نادانی که از طرف مجاهدین تماس گرفته بود و اینها. شما هم میتونی برنامه داشته باشی، شما برو با اربابت صحبت کن. بهتون گفتم آقای فیلایی با این هیکل، با این مقام باید بره از اربابش اجازه بگیری. آقا کلمه ارباب همه جا بد نیست. شما اگر وقتی یکی بهت میگه که میای بریم با باید بریم نمیدونم جمعه شنبه شنبه، میگه بذار از خانمم سوال کنم، تو اون قسمت ایشون ارباب شماست، اون میتونه بهت بگه yes no. شما برو اول از اونا بپرس ببین اجازه داری دخالت کنی یا همینجوری یه هوادار ساده ای باش، اون برا اون دوربرا برای خودت ار ار کن تا
بیچاره عمرت تمام بشه و بره. آها بذارید مجاهده بهتون نشون بدم. دوستان مجاهدی که شما فکر میکنید اینها با توپ و تانک و اینها میخوان برن به اصطلاح ایران آزاد کنن، توپ و تانک ندارن، ولی حالا ببینید مجاهدی روی فیسبوک هم گذاشتم اگه خواستید ببینید واقعا خنده داره. ببینید سینه زدن، رفتن خلوت کردن با خدای خودتون به هیچ کس مربوط نیست، ولی یه سازمانی بیاد بگه من سازمان و ارتش آزادی بخش هستم، ولی یه مذهب رو، حتی اون دوستمون که ارمنی بود اون دفعه میگفت که ایشون رو میخواستن توی چیز به اصطلاح با تشویق و ترغیب و نمیدونم تنبیه مسلمونش کنن. بفرمایید ببینید با هم. ای حسین ای پیام آور آزادی، ای که سردانی بر سر آزادی، سرور آزادی. ای حسین ای پیام آور آزادی، ای که سردانی بر سر آزادی، سرور آزادی. هر زمان بی امان میروم در راه تو، صف به صف جان به بسته نیست. آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. اولا من نمیدونم این مال امسال یا مال کیه، اینو خانم نهضت یا نزهت یحیی زاده هم چیزی فرستاده. خب یه فیلم دیگه هست ایران، میدونید الان انتخابات تو ایران هم به یه نوعی برای خودش خیلی گرمه، گرم گرفته شده. من واقعا نفهمیدم این یه آقایی هست داره ادا در میاره یا یه خانومی هست، ولی یه جورایی هم میخواد به اصطلاح شیرازی و اینها صحبت کنه. شاید مجبور بشید یکی دو بار این رو ببینید. اینم روی فیسبوک گذاشتم، نوشتم انتخابات آمریکا. با هم اینو ببینیم و برنامه رو ادامه میدیم. بفرمایید. پیام زدت امپراتور کوسکو یخت توجه به انتخابات آمریکا و نمیدونم تاثیرش بر زندگی اون این تا چیزا صحبت کن. تاثیر چی میخوای به چی برسی؟ بگو همون حالت بگیم برسی بش. والا تو کشور خودت انتخابات میشد رئیس جمهورش تغییر میکرد، هیچ فرقی به حالت نمیکند. حالا منتظر تاثیر انتخابات آمریکایی. خود من این همه رئیس جمهور ما عوض شد، آقا خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، هر کی که اومه، چه فرقی با حالیم که؟ هیچی، همون جذاب شگفت انگیزی که بودم هنوزم هستم. والا حال این که انتخابات آمریکا بوده که به ما چه رفتی داری داره که من نمیفهمم، ولی حالا یه سری نقطه نظرات فرامنطقه‌ای و با جهانبینی بسیار گسترده اگه بخوام حالتون بگم اینه که خانم هیلاری کلینتون گاه خوردی تو رفتی رئیس جمهور شدی، کاندید شدی. بیشه تو خونه زنی که پیر سگ 80 سالته. ننه من 80 سالش که بود 10 سال بود کفن شوهر رو بامی که میخوابید توش به فکر آخرت و مرگش بود. تو تازه سر 80 سالگی سر پیری دقیقا رفته رج بزنی داری از توی این شبکه تلویزیونی تو اون تلویزیون بیشنی با مرد نامحرم صحبت بکنی، انتخابات مناظره انتخاباتی من گذر بکنی، آخر سر چون که با در مرد گفت یاره شوهر بیغیرته تو میشنسم شوهرش بیغیرته بیر کلینتون کن نه اون جفرنم بیغیرته که نشسته اونجا زنش هر کار دلش میخواد میکنن دستو به هیچ جا نمیرسید. اون آقا تهران خوبه، یعنی اون به اون بهتر از توره. زنی توی آشغال بشین تو خونه زندگی جمع کن، زن بچه هات رفت کن. شیوار بدبختت 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود که سر پیری کوریش بشین تا اصلا دستش باشی نگی تازه خونه بلنشی برید بیجیک به کی میخوای بیای میخوای زنتنگ شیوارت دیگه. آره اون رئیس جمهور شد من اون شدم هیچی هم نیستی تو عشقال کسافت. این دستیبالگیرون زنیکه مرکن کسافت باکه بیشینیم سر زندگیتون چه معنی دارد زن تو عشقال کنه بیاد بیرون اصلا خوره اون ترکیبتون بیافتد. والا این جوکه دیگه نه دوستان والا زندگیمون دیگه قاطی شده، معلوم نیست کجا جوکه کجا طنزه کجا شوخیه کجا جدیه. من این که اومده بود دو بار گوش دادم تا ببینم چی میگه، ولی اونجایی که از خودش میگه اولا میگه خانم که هیلاری کلینتون 80 سالش نیست، 69 سالشه. دونالد ترامپ 70، خانم هیلاری کلینتون 69.
بعد میگه این چقدر خنده ها تو فیسبوک همه دارن میخندن، میگه که من این همه رئیس جمهور اومد و رفت، من همون جذابی که بودم هستم. چی میگن؟ اینم یه چیزی بود میگه که هر کی اومد آمریکا یه پخی شد، ما همون آقایی که بودیم هستیم. یاد این افتادم. در صورت بازم میگم صبر کنیم فردا بیاد و بره، امیدوار باشیم که به خیر بگذره. خیلی ها دارن تو گوش این دونالد ترامپ میخونن که آقا اگر بردی که خب برد، اگه باختی مثل آدمیزاد مثل قبلی ها بیا بگو که خانم هیلری کلینتون برده، از اونایی که به تو رأی دادن بخوای که حرف اینو گوش کنه. حالا باید صبر کرد و دید، چون درباره دونالد ترامپ هیچی شما نمیتونی بگی. یعنی یه آدمیه که خودش به خودش میگه دونالد آروم باش آروم باش، مثل اون جوکی میگفتن حیوان آروم باش آروم باش، یه دفعه چی میکنه؟ یه دفعه در میره. اتفاقا دیروز یه جایی داشته صحبت میکرده یا پریشب بود، مثل که یه بند خدایی که ریپابلیکن هم هست، یعنی جمهوری خواهه، خواسته بگه که آقا من با وجودی که جمهوری خواه هستم مخالف هستم. یه زنی از اونجا گفته اسلحه این بدبخت رو گرفتن و زدن و بردنش. البته بعد تشکر کرد، گفت درسته که اینا یه دوتا مشت و لقد رو من زدن، خیلی ممنون که منو زدید بردید و الان این مردم منو میکشتن. ولی تو سخنرانی اوباما نگاه کنید، یه آقایی اصلا پلاکارت تابلو ترامپ رو در میاره صحبت میکنه، مردم که داد میزنن، اوباما به مردم میگه هی آروم باشید آروم باشید. و ببینید تفاوت یه پروفسور با یک حمال مثل این توهین به حمال آنشه دونالد ترامپ اینه، چجوری اون مردم رو آروم میکنه، به این آقا احترام میذاره، میگی اولا این نظرشو میخواد بگه آزاد، دوما این مسن باید بهش احترام بذاری، سوما این توی ارتش خدمت کرده، ما هممون بهش مدیونیم احترام میذاریم. اصلا یه جوری چیز کرد، فکر کنم خود این مرده حالا میره بعدن اگه اوباما میخواست برای بار سوم رئیس جمهور بشه فکر کنم به اون رأی میده. خب این فیلم رو هم دیدیم، ممنونم از دوستمون که این رو برای ما فرستاد و از تمام دوستانی که لطف میکنن برای من این برنامه ها رو میفرستن. شماها به عنوان تهیه کنندگان برنامه هستید، میشه بگیم پرودوسر اد لارج، یعنی تهیه کنندگان هستی که ازتون قدردانی نمیشه، اسمتون نوشته نمیشه آخر برنامه، نمیشه که خب اگزیکیتیو پرودوسر سوربی، ولی پرودوسر این یکی این بود این بود این بود. درصد من به نوبه خودم از شما ممنونم. این را هم خانم ماندانا فرستاده بود، خیلی ممنونم و امیدوارم نوه ایشون هم سلامت و شاد باشه. چقدر هر یه روزی که اینا رو میبینی میبینی چقدر عوض شدن، بچه ها رو اصلا چیز جدیدی که یاد گرفته، نمیدونم شیشهشو بگیره دستش یا تو رو که میبینه شروع کنه بخواد بیاد بغله پا بزنه. اصلا این همون رشد و حالا اگه بگیم تکامل، ممکنه بعضی از دوستان بعدشون بیاد، همون رشد و تکامل انسانه دیگه. توی حیوان هم هست، اتفاقا حیوان ها خیلی سریعتر میرسن به اون جای اصلی. ما انسان ها 15 سال 16 سال طول میکشه از اینفنت تا به اصطلاح از نوزاد بودن تا بالغ شدن، ولی حیوان ها خیلی هاشون توی 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه اینجوری میشه. خب مستر سوربی هوپ یو هاد ا نایس ویکند. بله لیدر 6 مانت درست میگی، مرسی. مال ما همینجور لوک ات هیم سیتینگ، من خیلی خوشحالم. بله چه توجهی هم میکنن، همین نوه ما هم این دستگاه تصویر و تلویزیون و اینا رو که میبینه، ما باید اونا رو خاموش کنیم تا به ما توجه کنه و این یه بدیایی داره. اتفاقا امروز یه دوستی برای من فرستاده، دوستان جایی که تاریکی مطلق هست تو اتاق خواب توی مثلا هواپیما، این تصویرهای روشن رو نگاه نکنید، سعی کنید جایی باشه که یه مقداری نور باشه. اون به اصطلاح نمیدونم کجا گذاشتم، بعد میخواستم حتی برای همسرم و دخترم و پسرم بفرستم نتونستم پیداش کنم، چون امروز یه روز هکتیکی بود، چون ما دیروز تمام روز رو صرف این فیسبوک کردیم که آخرم با اون دوربین و با اون کامپیوتر درست نشد. ضمن اینکه یه جورایی هم خوشحال بودم، چون اون کامپیوتر و اون دوربین رو اگه میذاشتم دیگه اینجا کاملا گرفته میشد. ما که الان مهمان به اندازه، یعنی به اون اندازه نداریم، ولی اگر مثلا یه روزی آقای تیمسار آریانپور یه دوست دیگه مثل آقای حسن فیروزی اینها بیان، اون موقع همه اینجا گرفته بود. این هم از این برنامه.
ببخشید میگن که دیروز شما yesterday you talk about that journalist who rang who passed away recently. میگه دیروز برنامه، این برنامه جمعه منو میگن ایشون. بله ببین آقای قضایی، الان اگه پیغام شما رو داشتیم آب پرید تو گلوم، پیام شما رو پخش میکنم، دوستان خبر گوش میکنم، من تو این فاصله آب مینوشم. بله میگن که شما درباره هوشنگ پورنگ صحبت میکردیم، من تقریبا فامیل اینها رو میشناسم و میگه شما خیلی متعجب شده بودی وقتی که اون نشریه تهران پست رو خوندید که نوشته بود این همسر آخرش رو واقعا عاشق بود. میگه که بله he loved his wife I remember. بله فامیلشون was complaining long time ago when we were. بله میگه که قدیما فامیلا ایشون شکایت میکردن که آقا این هی خانم یا آقا این هی زن میگیره طلاق میده، زن میگیره طلاق میده. در هر صورت میگن که ایشون از ساوث آف ایران آرسو دیو، میگه اینها از جنوب ایران نبودن، از یه جایی بودن به نام کرخ ایران. کرخ ایران سده که مال اصفهانه. بله last name is باز کرخ ایران سده. سده is a village or بله بخشی around اصفهان. بله من تابلوش رو دیده بودم وقتی از اصفهان اینا رد میشه. I'm going. بله خیلی ممنون، امیدوارم شما سفر و مسافرت خوبی داشته باشید، وقتی برگشتید خوشحال میشیم نوشته های شما یا پیام های شما رو داشته باشیم. در هر صورت ایشون اگر 100 تا زنم گرفته، من مطمئنم اون 99 تای قبلی هم دوست داشته، عاشقشون بوده که ازدواج کرده. بعدن مثل همه ازدواجایی که مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا کرده، طلاق گرفته اومده. نه اینکه اونا همه رو همینجوری دست گرمی تمرینی داشته تا بعد رسیده به این. نگاه کنید به لشکریان دلاور مجاهدین خلق، این همونی که گفتم، این یه نفر به نام جاشا دات ایران از یاهو فرنس فرستاده و از اون برم خانم نزهت یحیازاده فرستاده. همین فیلم مجاهدین بود که الان روی فیسبوک مردم تیوی هم هست، میتونید برید ببینید. و اما آقای مسعود سوهیلی یک ایمیلی فرستادن، نوشتن در کتب زرتشتی، این راجع به 2500 سال و 3000 پادشاهی و 7000 پادشاهی، ایشون میگه که historically proven that Persian Iranian were making wine for over 7000 years. میگن از لحاظ تاریخ نشون داده شد، ثابت شده که شراب رو 7000 سال پیش ایرانیان میساختن. اتفاقا من راجع به آبجو هم یه جایی یه ظرفایی بود و اینا یه مقاله خوندم که 5000 سال پیش توی ایران آبجو میساختن. حالا صحبت از سوال از آقای چمنارا و آقای شفا که ایشون میگه دانش، من هیچ دانشی در شفا ندیدم که ایشون دانشش من باشه یا بند باشه. ایشون یک چاپلوس به تمام معنا بود که با باد مثل پرچم این ور اون ور در جهت منافع خودش و خانوادش. در هر صورت چرا اینها آمدن و شاه رو گول زدن، فریبش دادن که اون جشنهای 2500 ساله رو بذاره و تاریخ ایران رو اینجوری خراب کنه که الان ما نفهمیم 7000 ساله، 10000 ساله، 2500، 1300. بیاین توضیح بدید آقای چمنارا، چون شجاع‌الدین شفا مرده، شاه هم مرده دیگه، که یک کسی بود، یه شاعری بود تا برای من یه نوشته فرستاده بود، ولی شعراش خیلی بندتنبونی بود. حالا نمیدونم آقای مجید کفایی بود، چون میدونم یه خانمی هم به نام مریم کفایی شعر میگه. در کتب زرتشتی به وضوح بذارید خواص مصرف شراب ذکر شده است، البته اخطار در زیاد نوشیدن هم متذکر شدن و شدیداً مورد تقبیح هم قرار دارد. حرام شدن شراب در اسلام موجب شد که در زبان شیرین پارسی زیباترین اشعار جهان در باب می و معشوقه و اسرار جهان سروده شود و گویا اکنون که رژیم اسلامی حاکم بر زادگاه سرزمین خیام است،
نوشیدن شراب بازار بسیار گرمی هم دارد. اجازه بدید من دوربین رو تنظیم کنم روی این تصویرها و با هم این تصاویر رو ببینیم. میبینید؟ میبینم. من میبینم، تو میبینی، او میبیند، ما میبینیم، شما میبینید، چی بود؟ آنها میبینند. سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. یعنی آخونده داره میاد، سر پیاله رو ببند. حالا این چی بوده؟ این سر پیاله بوده یا این پیاله هایی بوده که توش چی میخوره؟ فکر کردم عکسای زیادیه، فقط همین یه عکس جام. این چیه؟ این خمه یا کوزه است؟ نمیدونم. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم اینجا. آهان، رضا، من اون روز بعد از اینکه یه مشتی بهش پریدم چون عصبانی شده بودم و یه دوستی داریم میگه آقا شما نباید عصبانی بشی، گفتم چشم، سعی میکنم رو اعصابم کار کنم. و کلمه عصبانی دوستان یا تعصب کلمه خیلی درستی، وقتی که ما لاجیک یا منطق نداریم یا داریم بلد نیستیم ازش استفاده کنیم عصبانی میشیم. شما اگه منطق داشت باشی اصلا لازم نیست صدات بلند کنی. صدات که بلند میکنی برای اینکه منطقت کم میشه، داد میزنی که طرف ازت وحشت کنه. در هر صورت من اون روز آقا رضا باعث شد من عصبانی بشم. من باید خیلی مؤدب، خیلی خونسرد بهشون میگفتم آقا من و شما باید توافق کنیم که با هم موافقت و توافقی نداریم. اینجا میگن let's agree on disagree، اجازه بده توافق کنیم که سر این مسئله ما با هم توافق نداریم و شما برو رای بده اگه میتون، اگرم نمیتونی رای بدی دلت بسوزه که نمیتونی رای بدی، منم آزادم رای بدم یا رای ندم. این قسمت اول. قسمت دومش راجع به آقای رزاقی. آقا ایشون اومده برنامه گذاشته، شما فکر میکنی این برنامه های ایشون بیهوده است؟ اصلا هم بیهوده نیست، خیلی هوده است، بیهوده باهوده، خیلی هم هوده است. چون خود شمایی که بعدن گفتم میخواستم نخونم ولی دیروز بیکار بودم، اونا داشتن ویدیوی فیسبوک رو درست میکردن، من ایمیل ها رو خوندم، دلم نیومد، گفتم شما نشستی زحمت کشیدی من باید بخونم، خوندم، چه خوبم شد که خوندم، خیلی ممنونم. شما گفتی آقا به اصطلاح anyway thanks again، یه تعریفی هم کردی، نوشتی که من مطمئنم که شما به اصطلاح توی عمق وجودت آدم خوبی هستی، خیلی ممنون، امیدوارم عروس تعریفی نباشه. خب اونجایی هم که آرزا میگه که اینا بیهوده است، من باید بگم باهوده است، شما اشکال داری، چون تو این ایمیل ایشون نوشته من فارسی رو نمیتونم درست بفهمم و حرف بزنم. عزیز من، شما که فارسی رو نمیتونی درست بفهمی یا حرف بزنی، میتونی بشینی برنامه نگاه کنی که فارسیت خوب بشه، ولی دیگه نباید برنامه رو که نگاه میکنی یه چیزی رو به غلط، به غلط اگه فهمیدی بیای نظرم بدی، تازه میخوای اینو اونم صحیح کنی. مثل منی که اومدم آمریکا برم توی کلاس دانشگاه بشینم، اون کلاس انگلیسی هم باشه، مثلا چی میگن وان آن وان، یه هم چیزی کلاس صده یک اولیش میگه، خب بشینم اونجا، بعد استاده که داره صحبت میکنه بیام از اون ایراد بگیرم، آقا من بلد نیستم، اقلا یاد بگیرم بعد برم از مردم عادی، نه از استاد دانشگاهی که داره کلاس انگلیسی درس میده. آقای رزاقی نویسندن فعال، فعالیت کرده، اون وقت کسی که 30 سال توی این کوه ها نمیدونم صحرای عراق بوده، حالا 2 سال 3 سال 5 سال اومده فرانسه، شما میخوای باهاش با فرانسی و فرانسوی بنویسی و بخونی که بهتر بفهمه؟ خود آقای رزاقی که 100 بار با افتخار گفته لهجهش هم تبریزیه یا آذریه، تازه با فارسی هم بعض وقتا ممکنه یک کلمه‌ای رو نتونه بگه. همون روز هم همین بود که من گفتم به فارسی اینو میگم، بعد گفت آره درست. عزیز من بیا استفاده کن برو. شمایی که اینقدر این برنامه رو دیدی، کدام یه دلار به تلویزیون مردم دادی؟ کدام یه دلار به این کانون آوا و این دوستان کمک کردی؟ شمایی که تو فرانسه هستی کی تماس گرفتی به اینا بگی آقا من یه شلوار کهنه‌ای دارم، یه کمربند دارم، شاید شما این کمربند این شلوار رو لازم داشته باشی، بیام بدم بهتون. آخه انصاف هم خوب چیزیه. اون آقای پتیک خیلی قشنگ میگه اول وجود دوم سجود،
اول به اینا برس بعد بیا از شونی را بگی. ایلا شما نش... شما را منتی بر اونها، نه من را منتی بر اونها. بذار کارشون دارن انجام میدن، دارن آقا یه جایی پیدا کردن حرف دلشون رو میزنن. اصلا ممنونم که به اصطلاح این مسئله رو بذار آقا به دست فراموشی بسپریم بریم. ایران پرس گفته فیلم پرچم تو دهنی زیبا کلام به حکومت خامنه‌ای. والا شهرام عزیز من گیجم، نمیدونم این زیبا کلام بالاخره خائنه، مزدوره، مزدور آخونداست، مبارز آزادی خواهه، چیه؟ چون هر وقت که به نفع من و شما صحبت میکنه این خوبه، اگه یه کلمه ای آمد گو آقا اینجوری هم نبوده که شماها میگین، میگین ببین پدر سوخته مامور آخونداست، نمیدونم. خدا آخر عاقبت انتخابات اینجا رو که به خیر میکنه، هیچی، آخر عاقبت فردای به اصطلاح ایران و فردای این بیچاره ها هم به خیر کنه. آره اون احمقی که بهتون گفتم این آقای بهادر پرویزی هست، برید روی فیسبوک نگاه کنید. اول آمده که میگه جناب پارسا من نمیدانم چه اصراری دارید که مسعود رجبی شما، این چه اصراری است که شما دارید، چه اصراری نگفت. بعد اومده مسعود رجبی هر کجا که باشد فرقی نمیکنه، خب بکنه نکنه، ما گفتیم که این مثل فیله، مرده و زندهش هیچ فرق نمیکنه. تازه الان اگه مرده باشه مثل که بهتره، اقلا تعداد مجاهدین کشتهشون کمتره، چون این تا زنده بود کشته چپ و زیاد چپ و راست کشته میدادن. حالا همین آقای بهادر پرویزی برید ببینید، نه عکسی، نه رسمی، نه اسمی، اینم مثل شما آقا رضا میاد از منی که نشستم تو این جعبه شیشه‌ای ایراد میگیره. آقا شمایی که تو سوراخ قایم شدی برو تو سوراخ بمون تا بمیری، یا برو تو سوراخ به پیام‌های آنچنانی رجبی گوش کن. بذارید براتون نشون بدم، فکر نکنید این از این چیزا ما روزانه خیلی زیاد داریم، یعنی الحمدلله از لحاظ حماقت و تعداد احمقا ما هیچ کمبودی نداریم در جامعه ایرانی. بفرمایید کمرای دو خدمت شما. برید دوست بیا آقا رضا، شما برو با این آقای بهادر پرویزی دوست بشو. چه کار داری با آقای رزاقی؟ چه کار داری به سوربی؟ چه کار داری به فلان خواننده؟ اگه یه روزی یه خواننده آمد دست و پای تو رو بست، کیدنپت کرد، برد نشوندت، برات موزیک کنسرت اجرا کرد، برو شکایت کن به پلیس، بگو این هم منو دزدیده، هم اعصاب منو خرد کرده، سه ساعت برای من کنسرت گذاشته. و الا والا تا جایی که ما میدونیم کنسرت‌های دنیا به این صورته، طرف کنسرت میذاره، میاد اعلام میکنه، اونایی که دوست دارن میرن، اونایی که دوست ندارن که نمیرن، مگر اینکه دیوانه باشن مثل شما لابد. حالا قرار شد امروز با رضا خوب باشه. بله مسعود رجبی هر کجا که باشد فرقی نمیکنه، چون تشکیلات سازمان مجاهدین خلق طوری اعضا و هواداران خود را تربیت کرده که فقدان، بعضیا فقدانم میگن، که فقدان یک نفر یا چند نفر هیچ تأثیری، برو آقا گم شمرد که کسافت. شما کاری کردید که توالت میخواین برین آفتابه باید اجازه از رجبی بگیرید. کدوم سیستمی درست کردید؟ کدوم سیستمی درست کردید که اگر رجبی نباشه، الان رجبی نیست، شما دارین چیکار میکنین؟ مثل خر دارین درجا میزنین. بله خود را تربیت کرده، هیچ تأثیری بر عملکرد آنها ندارد. مهم راه مسعود است. راه مسعود چیه؟ خانم بازی، حمام درست کنه، حرم سرا درست کنه؟ راه مسعود چیه؟ وقتی میگی راه یعنی پلنش ایه، برنامهش ایه. چیه مردی که احمق؟ راهش که جاری است. آره خیلی جاری است اروا احمد. حال مسعود باشد یا نباشد چه فرقی میکند؟ وانگهی من نمیدانم چرا بعضی ها همه چیز را رها کردن و چسبیدن به رهبری سازمان مجاهدین. شما یا با رژیم هستید و یا مخالف رژیم. اگر با رژیم هستید که حرفی بین ما نمیماند، ولی اگر مخالف هستید این همه کار برای انجام دادن، شما غلط میکنی به من بگی چه کاری انجام بدم. برو با آقای فیلاوی دستور بده، وزیر تربیت بدنیتون، برو به مهدار دستور بده. اگه پخی هستی، اگه کسی هستی، تو که معلوم میشه آدمی نیستی. بفرما دوستان، باز یه بار دیگه اسمشو نشون میدم، برید نگاه کنید تو فیسبوک باهاش تماس بگیرید. بهادر پرویزی فکر کنم انداختمش بیرون از آخه
بله همین بلاکش کردم. خب اینم از این. بله علی بابا ایرانی این جرمنی. علی بابا و 40 دوز بغداد. این دوستمون نوشته علی بابا. خب قدیما تو شیراز یا اونایی که مقداری محلی تر بودن به بابا بابا هم میگفتن. خود ما میگفتیم بابو، بابو نمیگفتیم ولی میگفتیم بابو. حالا جدیدا دیگه همه میگن بابا. خب اینم این. 7 arrested، درست میخونم؟ بله. 7 arrested at refugee home over alleged gang rape. میگه که 7 نفر دستگیر شدن توی این خونه های پناهجویان و به اصطلاح اتهامشون اینه که گنگ ریپ. گنگ ریپ یعنی یه نفر رو میارن 5-6 نفر 7-8 نفر میخوان بهش تجاوز کنن. پلیس arrested 7 asylum. دوستان دیدید این بالا نوشته بود رفیوجی ولی اینجا نوشته asylum. اینا asylum هن. اینا تا موقعی که تو اون خونه ها زندگی میکنن تکلیفشون معلوم نشده رفیوجی نیست. در هر صورت پلیس دستگیرشون کرده. این رید هم یعنی وقتی میریزن یه جایی on refugees shelter Thursday on suspicion. بله به اتهام the man repeatedly raped an Iranian teenager and filmed the sexual assault. میگه که اینها به یه ایرانی تینیجر به اصطلاح تجاوز کردن و از تجاوزشون هم فیلم گرفتن و more than 30 پلیس، بیش از 30 تا پلیس ریخته توی اون شلتر و توی 10 تا اتاق که اونجا بوده several conditions facility in the town of Nagold and Wildberg in the southwestern state of Baden Wurtzberg. Well, said police the Afghan asylum seekers are suspected of having raped a 17 years old Iranian asylum. میگه اینها افغانی هستن و اینها متهم هستن که به یک پسر ایرانی 17 ساله تجاوز کردن. والا من دیگه نمیدونم توی اروپا که اقدر به اصطلاح آزاد رابطه داشتن اینها دیگه چه مرضشونه. چه گویم که ناگفتنم بهتر است. و اما بله یک دستگاه به اصطلاح گیرنده تلویزیون برای ایرانی است. قرار شد اینها آگهیشون که درست میشه برای ما بفرستن. ما هنوز منتظریم. این پیام دوستمون داریوش از کانادا است. من آقا شماره تلفن کسی رو نمیدونم. اگرم بدونم به کسی نمیدم. ما اینجا 411 نیستیم. و اما به این عکس تاریخی خوب نگاه کنید. این عکس رو قبلا هم ما دیدیم. نوشته که به خاطر فشار رضا شاه اینها به این صورت برای گرفتن ویزا در جلوی سفارت انگلیس هر روز جمع می‌شدند تا به انگلیس پناهنده شوند. خب حالا بیا این از این عکس هم نشون میدیم. این رو هم آقای مسعود سوهیلی لطف کردن فرستادن. خب حالا همین جوری که من اول برنامه ایراد میگیرم از آخوندا که موقعیتی رو درست کردن، جوونه دختر حاضر از شیراز بلند شه بره توی دانمارک، بره توی هلند، توی اتاقی با چند نفر دیگه سرما گرما به یه وضع بد زندگی کنه. شما از خودتون سوال کنید مملکتی که آقای رضا شاه درست کرده خب لادی اشکالی داشته که روحانیش میخواد در بره که تازه خود رضا شاه هم اون ماجرای مشروطه و زیر دست چهار تا آخوند باشه و اینها بوده. من نمیدونم منظور این دوستان از پخش و انتشار این عکس ها چیه. اینا شما هرچی بگید بدتر میکنه. خب باز برگشتیم به رضا. رضا رو ول میکنیم میریم اونجا. پیام دوتا از پیامای
چیز رو داریم. آها دوستان، من این پیام آقای محمد شریفی رو براتون بذارم یا گذاشتم اون روز. از زندان زنگ میزنه، این بنده خدا به اون تلفن 703 زنگ میزنه به جایی که به 202 زنگ بزنه، که اگه من اینجا صدای تلفن رو میشنوم وردارم، به 702 به 703 زنگ میزنه. اگه پدرش برنامه رو میبینه یا مادرش برنامه رو میبینه، به این شماره بذارید اینجا 202 695 25 73. میخواین سیاه سیاه هم نشونتون بدم؟ نه دیگه، همین دیگه، 202 695 25 73. به این اگه زنگ بزنید، اقلا من بعضی ساعت اینجا هستم، میتونم تلفن رو جواب بدم و قبول کنم صحبتشون رو. خب اونم خوندم، من دنبال یه دو چی میگردم که بین اینها به اصطلاح رفته قایم شده و ببینم که چجوری میتونم پیداش کنم، یا اینکه دیگه به آخر برنامه رسیدیم. آهان، این پرچم سوزوندنم اون روز نشون دادم. بله، صحبت خانم نیرم به اون کسی که 50 دلار داده بود که چرا 57 سال دو تا پادشاه به اصطلاح مردم خنگ شدن، نادان شدن، ناشکر شدن، ناسپاس شدن، ولی 38 سال دو تا ملا، دو تا ولایت فقیه، شما فکر میکنید حالا مردم انسان شدن، آزاده شدن؟ اینو بیاین توضیح بدید. خانم نیر آمده میگه که، بله اجازه بدین گوشی خدمتتون باشه، خانم نیر میگه که به اون شخص اینو بگید اونو بگید. خانم نیر اینجوری کار نمیکنه، من به کسی چیزی نمیگم، من نظر خودم رو میگم، شما باید بیان بگید، شما پیام بذارید، من پیامتون رو پخش میکنم. دوست عزیز شما روی خط هستید، بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم جناب استاد. آقا برنامه منو دیدی امروز یا نه؟ بله بله، همین الان پای تلویزیون آتیز هستم. اگر شما با اون تلفنی که دادم خدمتون تماس بگیرید با صدای صافتر، من چند دقیقه آخر وقت استفاده میکنم. حالا ما با همین صدا هم شما رو قبول داریم، بفرمایید، ولی امروز لطف کن 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله میدونم میدونم. بله. اول تو برنامه امروز شما این کلمه وفدعیم بوده که دنبالش میگشتید. ما باید خودمون رو با فیسبوک وفق دهیم. من گفتم کلمه چی؟ شما این کلمه رو بدی نکردید، نمیدونم هماهنگ کنیم. بالاخره ببینید، من خیلی ممنون از شما، خواهش من. بعد چرخش روزنامه که پشت سرتون گذاشته بودید مثل برای خط انگلیسیه، در حال که اینا در واقع از آخر میمد به اول و خوندن جمله ها یه خود مشکل میشد. این دوتا. بعد عکس دختر خانمی بدون دماغ توی اینترنت میشه پیدا کرد که در واقع اون شخص حتما خونوادش هم نخوان البته نباشه، ولی شما میتونید هنجار بودن یک عکس رو یه نفر ببینید. بله. سوم، راهی برای حل مشکل یوتیوب شما به نظرتون میرسه که تو برنامه‌تون نمیتونه، یعنی دیلی موشن، آیا این مسئله رو داره؟ میتونید میتونیم روش حساب بکنیم یا نه؟ نه نه، هر چیزی که روی یوتیوب باشه ما اگر نشون بدیم، چون ما بعد این ویدیو رو میذاریم روی یوتیوب. نه نه، شما میدونم، ولی آیا ما میتونیم مثلا روی دیلی موشن مال یوتیوب بذاریم؟ اصلا از این طریق بالاخره هم از یوتیوب استفاده کردیم، به هم یه جایی ضبط کردیم. شما با دیلی موشن آشنا هستید؟ مقررات چی میدونید؟ نه نه نه، من با ویمیو کار میکردم و یوتیوب و روی چیز خودمون به اصطلاح وبسایت. بله. خودمون و بله. شما امتحان کن ببین میشه تا. بله. اولام که نه من نه نه ایمیل دارم هنوز، نه چیز. در واقع این شماره بعد در چین آبجوی ساخت پیدا شده که قدمتش 5000 سال هست. بله بله. اینم در ایران نبوده. بله. بعد حافظم میگه دوستان پنهان خورید تعذیر میکنند. آها. اینم یه جمله است. و اون چهار نفری هم که از ملیت‌های همسایه ما بودن آزاد شدن، اینم آخرین در واقع چیزی که من گشتم. در چه رابطه؟ در رابطه با تجاوز یا؟ بله بله. آه. اینا من خوندم که آزاد شدن، یعنی من از اینجا که هستم به واسه چهار تو. خب حالا آزاد شدن یعنی این که اون پسره دور؟ نه که اونه دیگه نمیدونم. آه. که کاملا حالا تحت به قولن وثیقه گذاشتن یا هر چیزی، فعلا خوندم که اینا آزاد شدن. بسیار عالی. بعد اگر که شما توی پیغامم گفتم که سایت مجله تایم مگزین رو بیارید، این یه چیه جالبی در مورد با انتخابات نشون داده، یعنی عکس روی
مجله تایم یکیش نوشته ملتداون مال چیزو نوشته. شما اگر اینو بیارید ببینید میتونید به همین سرعت، البته منم توی پیغام دو ساعت پیشم گفته بودم که، و همین که مجله ایکوالیتی یعنی مساوات که مربوط به هومن رایت کامپیگن یا کمپیگن بوده، بله هومن رایت کمپین، هومن رایت کمپین، بله اینا از حمایت کردن نسیلای شما. وقتی اینطوری میچرخونید در واقع نمیشه، باید مثل پیچ از مثل عقربه ساعت از چپ به راست بچرخه. اینطوری برای خوندن چیزای انگلیسی هست که از چپ مینویسن. ولی من اینجوری نشستم اول میبینم چرت غافلگیر اتاق بازرسان، در حالی که باید از این طرف بچرخه، یعنی میشه خدا بر پناه، در حالی که باید داشته باید پناه بر خدا. یعنی اول ما اگه بخوایم چرخش اجازه بده برات بگم، ببین شما وقتی اینجوری صحبت میکنی خب یعنی داره گفتگو میکنی، اخبار نمیگی. بله اون چرخشه برای اینه که چند تا عکس رو ما به صورت ویدیو نشون بدیم، یعنی یه موومنت توش ایجاد کنیم که چشم طرف خسته نشه، و الا طرف باید تو اون موقعی که وایساده بخونتش. ولی این چیزی که شما میگیم الان دفعه دیگه درستش میکنم به صورتی که باز بشه، یعنی ولی اگه از راست به چپ میرفت یا از چپ به راست اون زیر مثل تیکر میرفت، اون چیزی که شما میگی درسته. مجله تایم، من الان تایم مگزین رو باز کردم، ببین اون ساعتی که شما میری اونجا اون یه چیز دیگه روشه، میدونی اینجا زمان نه پشت مجله ها، پشت کاور پیج، کاور پیج تایم مگزین رو بزنید آخر روی روی تایم دات کام که میری که پشت مجله رو نشون نمیده. نه چرا، من حالا من صبح دیدم، شما اگر بزنید تایم آقای خزایی الان برنامه امروزمون تمام، بله دیگه تمومه و گذشت، من همین میخواستم که یه اطلاعاتی از این نظر داده باشم. صبر کن عزیزم، شما برای چهارشنبه یا فردا یا چهارشنبه صبح، نه 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 من انشاءالله گفتم اول پیغامم 11 شروع کردم، انشاءالله 11-16 هم ما به اون برنامه برسیم. امیدوارم. پس تو یه فاصله تماس بگی تو کامپیوتر تو اسکایپ. بله 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 من ممنون در واقع با شما حمایت میکنیم چون شما راهنمایی میکنید و ما کامپیوتر و اسکایپ و همه رو راه میندازید. ممنون از انتقادات و از صحبت هایی که میفرمایید، متشکرم. برادر و بزرگتر گفتم من بالای 62 سال هستم، به هر حال از برنامه‌تون استفاده میکنیم و گفتم هم اول فعلا مای $30 بوده، انشاءالله بشه آقای خزایی عزیزم، آقای خزایی درست همون چیزایی که من گفتم لازم نیست شما داری میگی. بله بعد خودت اینا رو نگاه کن آقا، به کسی مربوط نیست که شما مای $30 میدی یا مای $3 میدی یا مای $3000 میدی. نه میخواییم برنامه اونو گذاشتیم که یعنی ایطوری من برای خودم پلن گذاشتم که بتونم مای $300 کمک کنم و بعدم آقای خزایی آقای خزایی عزیز من، کاکو جون، من فکر کردم شما وقتال جوانتر از من هستی، کاکوی بزرگ من، داچی گوش کن، این چیزا مربوط به من و شما. شما برنامه‌ت که شروع شد میتونی تو برنامه‌ت بگی دوستان برنامه من اینه که تلویزیون مردم رو ببرم رو کانال مریخ، احتیاج دارم به $30,000. ولی امروز چه نیازی هست که شما راجع به $300 و $3,000 صحبت کنی؟ هیچ. امروز راجع به انتخابات صحبت کن. امروز بله همون انتخابات بود که من گفتم اگر اون سایت رو ببینید مسئله همین ترامپ و عزیز من رو. شما باید بنویسی برنامه تو باید روی صفحه بنویسی. نه نتونستم، حالا میون کلامتون جناب توری در موقع فکت، همین امروز هم که من نگاه کردم هنوز شماره فکت روی فایلتون هست، یعنی من پیروز میخواستم میدونم من یعنی... اصلا بهت گفتم بله باید 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 بشه ما گفتم وبسایت هم اصلا دیگه باید یه مدت دیگه ولش کنیم، همش شده فیسبوک. اگه شما نیای رو فیسبوک عقب نه نه بود. شماره تلفن شماره فکستون هنوز توی وبسایتتون هست، یعنی من وقت دادم من میگم اصلا میخوام وبسایت ببندم. مرسی عزیزم، مرسی، فکر خوبیه اوه. چون من دیروز فیروز سعی کردم که یه چیزایی براتون فکس کنم ولی نشد. شنیدم آقای خزایی عزیز من، من پیامهای شما رو شنیدم، راجع بهش صحبت کردم. شما اگه اینجوری بخوای برنامه بذاری تکرار مکررات
بیننده خسته. نه 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 البته 100 درصد ما طبق اشل و برنامه. مرسی مرسی، خدا نگهدار، به امید دیدم. خدا. حالا من 7 دقیقه وقت میگیرم از شما دوستان. حالا من یه نصیحت برادرانه میکنم. شما اگه خودت میگی برنامه آینده من مثل این نخواهد بود، خب چرا از همین الان برنامه خوب شروع نمیکنی؟ چرا از همین الان تکرار مکررات رو استاپ نمیکنی؟ من میگم شما باید بنویسی. آقا من 18 ساله دارم انجام میدم، هنوز مینویسم، هنوز مینویسم. تاریخ رو اگه ننویسم مثل آقای مینوی، یه روز میام میگم 2723، یه روز میگم 16 ماه پروردین نمیدونم فلانه. وقتی بنویسی مرتب میشه. شما صحبت خود تو گوش کن، میگی میایم انشالله، آقا آقای نمیدونم فلانی الان به شهرام آقای مای 3000 دلار میده برای 40 دقیقه 45 دقیقه برنامه. هیچ کدوم از شما شنیدین تو تلویزیون اینو بگن؟ چون شما که 3000 دلار ندادی به بابا، نمیدی و نداری که بدی، ولی اونی که میشنوه میگه آقا خودم شنیدم یه نفر به سوربی گفت من 3000 دلار میدم. ما منو شما دزدی نمی کنیم، از کسی ترس و واهمه نداریم، ولی میگم آخه چیزایی که به قول اینا میگن it's not necessary، لزومی نداره چرا بگیم؟ آقا شما اومدی راجب انتخابات حرف بزنی، راجب انتخابات حرف بزن. مجله تایم اگه میگی باید لینکشو برای من بفرستی. مجله تایم هر ثانیه عوض میشه. بعد شما میگن پشتشو دیدم. بله شما زدی هفته فلان اینجوری دیدی. اون چیزی که شما میبینی تو فلوریدا یا تو کالیفرنیا با اون چیزی که من اینجا میزنم لزوما یکی نیست. شما اگه سرچ میکنی یاهو سرچ یه چیز دیگه به شما نشون میده، کروم سرچ یه چیز دیگه شما نشون میده، من که مثلا گوگل سرچ هست یه چیز دیگه نشون میده، بینگ سرچ یه چیز دیگه نشون میده. باز برمیگردیم به کجا؟ به اینجا. حالا این دوبارش هم یه چی نوشته. اگه بگم شما این ور میبینید سموئل آدم، من میبینم سموئل آدم، دوتاش یه چی میشه؟ من اینو مثال میزنم. این ور شما میبینید تصادفات، من از ویرجینیا اینو میبینم نشته 2016. شما لازم نیست به ما بگی که سوربی تو اونجا چی میبینی. اون چیزی رو که میبینی بگو. بگو امروز روی مجله تایم شماره مثلا 520 این بود. دیگر دیدی من تو برنامه بری نگاه کنی، من حتی رفتم نشون دادم، بیا اینها بازم نشونه میدم. این سرعت کامپیوتر، ولی اون نیست. حالا برم مجلرشو پیدا کنم، برم اصلیشو پیدا کنم. در صورت دوست عزیز اگر میخوای این کار انجام بدی باید با این فرمتی که من میگم کار کنی، یا نه یه ویدیو بساز بذار بعد من بهت میگم نه این فرمت برای برنامه من خوب نیست ولی پخشش میکنم تو برنامه خودش، برید برنامه نگاه کنید. ولی اگه میخوای تو این فرمت باشین، آقای ایرج کی بود، ربانی بود کی بود، از آلمان برنامه پر میکنه، برای اسرائیل میفرسته، برای من میفرسته، اخبارشو پخش میکنه. ولی هی بخوای جمع کنی، آقا فکس دو بار شما گفتی، من میگم فکس نداریم، شما میگه هنوز شمارش اونجا، شمارش هست شما بفرست، میره تو هوا. من وقت ندارم، من امروز ببخشید اینو میگم مردم و زنده شدم تا تونستم آگهی آقای اندی رو بذارم صفحه اول. کاگو جون خیلی کاره و من وقت ندارم. ما نداریم مای 80000 دلار. این آقایی نمیدونم چی چیه پرویزی فقط میاد مزاحم میشه، اون آقا رضا فقط میاد مزاحم میشه. دوستان مزاحم داریم ولی دوستانی نداریم که مثل شما همت داشته باشن، غیرت داشته باشن، وقتی هم بیکارن مای 30 دلار بفرستن. ز صحبت کم کن و بر اصل ماجرا بیفزای. روز و روزگارتون خوش دوستان. برنامه ها رو پی بگیریم و به دیگران هم معرفی کنید. از دوستانی هم که روی فیسبوک بودن ممنون و متشکرم. اگر کارفرما ندارید، اگر از کسی ترس و وحشت ندارید، وقتی برنامه رو نگاه میکنید زیر ویدیو این برنامه رو با دوستانتون شیر کنید. مرسی مرسی مرسی.